به نام خدا. سلسله جلسات هایدگر در ایران. مدرس دکتر بیژن عبدالکریمی. قسمت اول، برگزار شده در ترم تابستان 1389 مؤسسه معرفت و پژوهش، در 10 جلسه. جلسه اول، 8 تیر ماه 1389. خب، به هر حال سپاسگزارم که این فصل گرما و تعطیلات تابستان تشریف آوردید، عرایض من رو بشنوید. موضوع این کلاس، عنوانش هست هایدگر در ایران. هایدگر در ایران عنوان پژوهشی است که پژوهشکده حکمت و ادیان، مؤسسه پژوهش حکمت و ادیان ایران در واقع، یا همون انجمن حکمت فلسفه سابق، این پروژه رو برای من تعریف کردن تا به انجامون بپردازم. تقریبا حدود 4-5 سال این پژوهش طول کشید و هنوز هم کماکان از شرش نتونستم رها بشم. یه پژوهشی است که در واقع 3-4 سال وقت من رو به نحو مبسوطی گرفتش. پژوهش هایی که در ایران در واقع هدفش عبارت است از پژوهش درباره حضور گفتمان هایدگر در ایران و اینکه این گفتمان در تاریخ معاصر ما چه نقشی داشته و مباحث بسیار بسیار متعددی که هول‌هوش اندیشه هایدگر در ایران صورت گرفته. واقع مطلب اینه که پژوهش درباره هایدگر در ایران در واقع یک پژوهشی نیست که صرفاً بر اساس حساسیت‌های نظری و آکادمیک محض شکل گرفته باشه. در واقع ناشی از یک نوع دردمندی اجتماعی هم هست این پژوهش. در واقع ما با یک ضرورت بنیادینی مواجه هستیم. این ضرورت بنیادین عبارت از این است که ما ایرانی ها در جهان معاصر چگونه باید خودمون رو درک بکنیم و چگونه می توانیم به درک شایسته‌ای از جهان معاصر و موقعیت کنونی خودمون در این جهان معاصر دست پیدا کنیم. و سوال بر این است که آیا ما می توانیم بر تعارضات، آشفتگی ها و بی سر و سامانی های نظری و درونی عالم ویران شده خودمون غلبه پیدا کنیم و به یک وحدت و انتظامی نائل بشیم یا نه؟ در واقع سوال اصلی که در پروژه هایدگر در ایران مطرحه، سوال اصلی باید از این است که آیا اندیشه هایدگر و تفکر اون دسته از اندیشمندان و متفکران ایرانی که بر روی این اندیشه های این متفکر آلمانی دست گذاشتن در واقع به ما در رهایی از تعارضات و آشفتگی های دنیای درونی خودمون، جهان درونی خودمون یاری میکنن، یا بدتر تفکر هایدگر و اون متفکرانی که بر روی اندیشه این متفکر تأکید میبرزن در واقع وضعیت ما رو آشفته تر کردن، نابسامان تر کردن و پر ابهام تر کردن، یا اینکه مسئله پیچیده تر و قامز تر از اون است که ما بتوانیم یک پاسخ خیلی صریح، روشن، قاطع، قطعی و یک سویه به این پرسش بدیم که تأثیر تفکر هایدگر در وضعیت کنونی ما چگونه بوده است. به هر حال هایدگر متفکری است که کل تاریخ متافیزیک غرب رو مورد تفسیر قرار میده. در واقع او متفکری است که اندیشه هاش معطوف به متفکران پیشا سقراطی و تحلیلی از این متفکران به ما ارائه میده. کل تاریخ متافیزیک رو یک تفسیری ارائه میده. تمام مراحل حدوث و به اصطلاح حدوث ظهور این سنت متافیزیکی رو و مراحل گوناگون این سنت نظریه تاریخی رو که منجر به ظهور مدرنیته و تمدن معاصر کنونی شده، تمدنی که در واقع هژمونی داره، این تمدن تمدن متافیزیکی است. هایدگر در واقع کل این تاریخ رو مورد
تفسیر قرار میده. با هایدگر گویی ما کل تاریخ متافیزیک غرب رو در جلوی چشم خودمون داریم. پژوهش هایدگر در ایران در واقع میکوشه اندیشه یه متفکر رو به منزله آینه قرار بده تا ما خودمون رو در این آینه ببینیم و به بهانه بحثایی که حول و حوش حضور گفتمان تفکر هایدگر در ایران هست، در واقع به بهانه این بحثا تأملی درباره خودمون داشته باشیم، تأملی به سنت نظری تاریخی خودمون داشته باشیم و به فهمی از سنت تاریخی خودمون در آینه سنت متافیزیک غربی بپردازیم و به مقایسه سنت‌های گوناگون نظری مثل سنت تفکر مشائی، عرفانی و کلامی که در تاریخ ما وجود داره، اون رو یک مقایسه‌هایی در حد مقدورات این پروژه تحقیقاتی در واقع با تفکر هایدگر داشته باشیم تا به نوعی خودآگاهی تاریخی نسبت به وضعیت کنونیمون دست پیدا کنیم. بی تردید شما هم با من موافقید که سنت نظری ما هم در واقع سنتی است که ابهام ها و پیچیدگی ها و غموض و ناروشنی های بسیاری درش وجود داره. وقتی ما در باره سنت تاریخی خودمون میاندیشیم، به هر حال این سنت تشکیل شده از جریانات گوناگونه، لایه های گوناگون، جریانات گوناگون، به اصطلاح حوزه های فکری گوناگون. و وقتی ما در باره این سنت میخوایم فکر بکنیم، ببینیم که به سهولت نمیتوانیم به نحو یک پارچه این سنت تاریخی رو بپذیریم یا به نحو یک پارچه این سنت تاریخی رو کنار بگذاریم. به هر حال ابهام و ناروشنی در این سنت تاریخی هم زیاده. در واقع پروژه هایدگر در ایران تلاشی است که تا حد مقدورات خودش در واقع به یک نوع برقراری دیالوگ میان تفکر هایدگر و سنت نظری تاریخی خودمون بپردازه و البته در اینجا شاید دیگه گفتنش نیازی هم نباشه که ما هایدگر رو نه در مقام یک متفکر مطلق، به حال در مقام یک متفکر در نظر میگیریم، نه در مقام یک متفکر مطلقی که در واقع ارزش مطلق میدیم و معتقدیم که در واقع هیچ نوع ارزیابی، نقد و ارزش گذاری نمیتونیم دربارش انجام بدیم. به حال یکی از اهداف پروژه هایدگر در ایران در واقع این است که به نحوی من در این پروژه بکوشم در واقع به دیالوگی، برقراری دیالوگی میان نحوه تفکر هایدگر به نحوی در واقع شاید اساره سنت تفکر غربی در تمام به اصطلاح توش و توانی که در این سنت وجود داره و هایدگر به نحوی از این سنت تغذیه کرده، در واقع در دیالوگ با این سنت در واقع به اندیشیدن در باره سنت تاریخی خودمون هم بپردازیم و خیشتن تاریخی خودمون رو به نحو آگاهانه تری دربارهش بیاندیشیم. پروژه هایدگر در ایران یک پروژه اصیل فلسفی نیست، در واقع یک پروژه جامعه شناختی تاریخی است، تاریخی به منزله تاریخ تفکر. اما هدف این پروژه اینه که بحث ها رو، بحث هایی که شاید سرشتی جامعه شناختی و تاریخی داره، این بحث ها رو حتی المقدور تا سرحد پرسش های فلسفی ارتقا ببخشیم. بی تردید هر جامعه متشکل از جریانات گوناگونه، جریانات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فکری، ایدئولوژیک، تئولوژیک. بی تردید جامعه ما مسائل بسیار بسیار زیادی داره، مثل هر جامعه دیگری، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و غیره. بی تردید وقتی هم در مورد متفکری مثل هایدگر صحبت میشه یا در مورد شارحان او در ایران صحبت میشه، هر کسی از ظن خودش، هر کسی از چشمنداز و پرسپکتیو خاص خودش با این مسئله برخورد میکنه. میتوان با مسئله هایدگر سیاسی برخورد کرد، میشه تئولوژیک برخورد کرد، میشه جامعه شناختی برخورد کرد. همه این امکانات وجود داره. هر گروه و جریانی بسته به مسائل خودش و حساسیت‌های خودش، بسته به اینکه مسائل بنیادین جامعه خودش رو چی میدونه و چه راه حل‌هایی رو داره دنبال میکنه، با این مسئله، یعنی با حضور گفتمان هایدگر در ایران برخورد میکنه. اما بی تردید در یک پروژه‌ای از سنخ پروژه هایدگر در ایران، شما پژوهشگر نمیتواند با همه جنبه‌ها و همه مسائل
برخورد بکنه. پروژه هایی که در ایران هم به دلیل به اصطلاح به مقتضای به اصطلاح صاحب کار این پروژه یعنی مؤسسه پژوهشی به اصطلاح حکمت ودیان ایران و هم به دلیل به حال رشته مطالعاتی و حساسیت های خود من، حتی المقدور هدفش اینه که در واقع در یک گفتمان فلسفی در واقع به پژوهش در باب هایدگر در ایران بپردازه. در اینجا یک مفروض بنیادین وجود داره. این مفروض بنیادین عبارت از این است که در هر جامعه در واقع مسائل بسیار بسیار متعددی وجود داره، اما تک تک این مسائل در یک چارچوب و یک فریمورک کلی تری که شاید بشه گفت که این فریمورک، این چارچوب کلی تر عبارت از چارچوب در واقع تمدنی تاریخی معنای خودشون رو پیدا میکنن. در واقع تمام مسائل روزمره ما، مسائلی که در اینجا و اکنون هیر ان ناو باهاش مواجه هستیم، این مسائل در واقع یک ارتباطی با چارچوب فرهنگی تمدنی تاریخی ما داره. لذا ما بدون فهم این چارچوب فرهنگی تمدنی تاریخی نمیتوانیم فهم اصیلی از مسائلی که در اینجا و اکنون، در اینجا و اکنون تاریخی اجتماعی خودمون باهاش مواجه هستیم، به فهم اصیل و در واقع عمیقی دست پیدا کنیم. لذا بدون این فهم عمیق هم ما نخواهیم توانست که از پس مسائلی که در حیات روزمرهمون، حالا چه روزمرگی سیاسی چه در روزمرگی اقتصادی، در معیشتمون، در زندگی فردی اجتماعی و اخلاقی و سیاسی خودمون باشه مواجه هستیم، اگر به این فهم عمیق نائل نیای در واقع توان حل مسائل مبتلا به خودمون رو نخواهیم داشت. به هر حال هدف من در این پژوهش حتی المقدور اینه که در واقع بحثا رو تا سرحد بحثای فلسفی در واقع ارتقا ببخشم. همینجا یک پرانتز باز بکنم به عنوان یک آسیب شناسی که شاید دیگه خیلی تکرار شده و من از گفتنش خجل هستم به دلیل تکرارش. به هر حال هر دوره تاریخی این آسیب شناسی خودش رو به شکل خاصی نشون میده. متأسفانه باید اعتراف بکنم که یکی از ویژگی های فکری و فرهنگی ما ایرانیان در دوران معاصر تفکر ستیزی و تفکر گریزی هم. این تفکر ستیزی و تفکر گریزی به انواع مختلف خودش رو در دوره های مختلف تاریخی نشون داده و علارغم تجربیات تاریخی بزرگی که به خصوص ما در این سه دهه بعد از انقلاب به دست آوردیم و این امید وجود داشت که جامعه ما وارد یک مرحله تاریخی دیگری به لحاظ نحوه مواجهه با مسائل بشه، به نظر میاد دوباره به نحوه دیگری این تفکر ستیزی و تفکر گریزی به نحوه دیگری در جامعه ما به شکل دیگری خودش رو نشون داده. اگر از اون جمله تاریخی و مشهور معلم بزرگ بشریتی به یاد داشته باشید که فلاسفه پوپیوس های تاریخن، این تجسم همون به اصطلاح تفکر ستیزی و در واقع یک نوع دهنکجی به تفکر فلسفی است. حالا علارغم همه احترام و عشقی که من به شریعتی دارم، اما به هر حال این جمله در واقع به نظر من جمله است نابخشودنی و تیغ به دست زنگی مست تفکر ستیز و تفکر گریز این جامعه دادنه. بعد از اون هم در واقع با یک مبانی به اصطلاح پوزیتیویستی در واقع هایدگری بودن، هایدگر در واقع اینا مثل فشای خارمادری است که یک نوع لومپنیسم فلسفی هم به نحو دیگری شکل گرفت دیگه تو جامعه ما. باز این بار به نحو دیگری تعابیری مثل افلاطونی، هگلی، هایدگری، اینها انگار مثلا یک کسی انگار اگه با هگل دمخور بشه یا اگه کسی با افلاطون دمخور بشه یا به کسی بکوشه در چارچوب تفکر هایدگر که اینها متفکران بزرگ بشری هستن، اینا سرمایه های بزرگ بشری هستن، ما به نحوی برخورد میکنیم، به نحوی استهزا میکنیم. مجدداً در واقع این شکل به خصوص در سالهای اخیر من امیدوار بودم که در نسل جوان ما به هر حال یک فاصله گیری از این نوع مواجه ها با مسائل بشه. متاسفانه دوباره به نظر میاد که جامعه ما به خصوص نسل جوان ما به دلیل مسائل مبتلا به خودش در زندگی کنونی تاریخی ما دچار یک نوع خشم و عصبیت. این خشم و عصبیت گاه دامن فلسفه و تفکر رو هم میگیره. نسل جوان بسیار بی‌حوصله شده و
در واقع فریادهای دردمندانه رو میپسنده، اما تفکر و اندیشه هایی که میکوشه به نحوی راهل‌های حقیقی و نه احساسی عاطفی رو برای مسائل کنونیمون جستجو بکنه، میبینیم به شدت گاه پشت میکنه. به همین دلیل بحث هایدگر در ایران من در یک جایم اعلام کردم که این بحث بهانه‌ای بسیار خوبی است، به خصوص شخصیتی مثل فردید بهانه‌ای بسیار خوبی در اختیار ما قرار میده که از او متنفر باشیم، هایدگر رو استهزا بکنیم، همکاری با نازیست نمیدونم، رابطش با هانه آرنت نمیدونم، بی احترامیش به هوسر، همه این بحث‌ها میتونه بهانه‌ای خوبی باشه که در واقع ما وارد گفتمان فلسفی نشیم. به حضور من در این کلاس و دعوتم از شما برای شنیدن عرایزم همه بر اساس این دغدغه است. تا زمانی که جامعه تفکر عمیق فلسفی رو جدی نمیگیره، در واقع در یک سطحی حرکت میکنه. ما به راحتی جامعه رو به خصوص نهاد سیاسی رو به راحتی نقد میزنیم، اما به نظر میاد که این نقد رو باید در لایه‌های دیگری هم جستجو کرد، یکی از دوستان من یک مقاله چاپ کرده بود در نشریه آیین، فکر میکنم مال یا اسفند ماست یا مال فروردین ماه، کنتوهان لومپنیسم تاریخی ایران. لومپنیسم همه جوره ما رو احاطه کرده. یکی از نشانه های لومپنیسم حتی در حوزه روشنفکری هم وجود داره. لومپنیسم رو فقط در نهاد سیاسی جستجو نکنید، لومپنیسم رو فقط در بازار جستجو نکنید، لومپنیسم در نهاد روشنفکری ما هم وجود داره، لومپنیسم در دانشگاه ما هم وجود داره. یک نوع مخالفت با یک نوع عقلانیت عمیق، استهزا کردن تفکر عمیق و این تفکر ستیزی و تفکر گریزی و حاکمیت تفکر ایدئولوژیک، اینها همه در واقع جلوه هایی از یک نوع لومپنیسم تاریخی است که ما اسیر اون هستیم. و در واقع تشکیل این کلاس یک نوع به چالش خواندن تمام اندیشه هایی است که در واقع تفکر فلسفی رو در واقع جدی نمیگیرن. تمام درد ما، حالا نگم تمام درد ما، شاید یکی از مهمترین دردهایی که ما امروز باهاش مواجه هستیم اینه که با همه چیز سطحی مبتذل برخورد میشه، همه چیز سیمپلیفاید میشه، همه چیز از هر پدیدار یک کاریکاتور عرضه میشه. بعد در صحنه اجتماعی میبینیم بیش از اون که روح علمی، روح حقیقت جویانه و فهم پدیدارها حاکم باشن، در واقع یک نوع قوغا، یک نوع حیاهو، یک نوع سطحیگری و یک نوع منطق زورمدارانه، حالا یا با حقنه رسانه‌ای یا با حقنه مطبوعات یا حالا با قدرت سیاسی، در واقع سنبلکاری میشه. این سنبلکاری رو در ما هم وجود داره، در دانشگاهیان هم وجود داره، در جریان روشنفکری هم به نحوی متأسفانه وجود داره. و اساساً گفت تما تکونونه یولا علیکم، در واقع مهمتر از ساختار سیاسی ساختار اجتماعی است و این ساختار سیاسی در واقع با ساختار اجتماعی مناسبت بسیار نزدیکی داره. یکی از ویژگی‌های ساختار اجتماعی ما و ما روشنفکران و دانشگاهیان به عنوان بخشی از این ساختار اجتماعی اینه که ما با تفکر فلسفی خیلی جدی نیستیم و فلسفه و تفکر فلسفی رو در واقع به منزله یک امر لاکچری، به عنوان یک امر لوکس و تجملی باهاش برخورد می‌کنیم. و جامعه‌ای که تفکر عمیق رو، تفکر فلسفی به مفهوم عام کلمه، نه فقط فلسفه در معنای متافیزیک یونانی، جامعه که تفکر عمیق رو در واقع جدی نمیگیره، فکر نمیکنم بر اساس باور من روی سعادت رو ببینه و فکر میکنم در یک دور تاریخی گرفتار خواهد اومد، چنان که ما در این یه قرن و نیم در واقع در این دور تاریخی به دور خودمون میچرخیم و معمولا افق روشنی رو پیدا نمیکنیم و از یک سیکل بسته خارج نمیشیم. به هر حال پروژه هایدگر در ایران یک پروژه اصیل فلسفی نیست، اما امیدوارم این پروژه بتونه ما رو به مرزهای چند پرسش عمیق فلسفی نزدیک بکنه، طرح پرسش بکنه. ادعا ندارم که در این پروژه قرار ما به اصطلاح پاسخهای فلسفی به مسائلمون بدیم. به هر حال در واقع در اینجا کوشیده میشه که بیشتر در یک گفتمان فلسفی که مسائل تمدنی تاریخی رو توجه داره، بیشتر از توجه به مسائلی که محدود به اینجا اکنون ماست توجه کنه، که گرچه اگر دانشجو دانشجوی جدی باشه، اگر شنونده و
دنبال کننده بحث جدی باشه به خوبی احساس خواهد کرد که هر کدوم از این مباحث که در واقع یک مقدار جنبه تمدنی و تاریخی داره، در واقع به شدت در جای جای حیات اجتماعی ما، در لحظه لحظه حیات تاریخی کنونی ما هم خودش رو نشون میده. در این پروژه ما با چند سنخ مسئله مواجه هستیم، یعنی پرسش هایی که میکوشیم در این پروژه ما دنبال بکنیم. یک سری پرسش ها پرسش هایی که اعضای محترم شورای علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و ادیان در واقع روبروی من قرار دادن و از من خواستن که بکوشم در واقع به این پرسش ها جواب بدم. پرسش هایی که کتبن به من دادن تا من به این پرسش ها جواب بدم عبارتن از این ها. دلایل اولیه، سوال اول، دلایل اولیه و اصلی توجه، استقبال و پذیرش پاری از متفکران و روشنفکران ایرانی از تفکر هایدگر در ایران به اصطلاح چه بوده است؟ چرا به هایدگر استقبال شد؟ و دلیل اینکه برخی از روشنفکران و متفکران ما به هایدگر روی خوش نشون دادن و از این تفکر استقبال کردن دلایلش چه بود؟ چه عناصری در تفکر هایدگر وجود داشت که برخی رو چنین به خودش جذب کرد؟ سوال بعدی اینه که تفکر هایدگر چگونه و با چه تفسیر یا تفسیرهای وارد ایران شد؟ تصویر هایدگر ایرانی یا تصور ایرانیان از این متفکر آلمانی چگونه است؟ خطوط اصلی ترسیم کننده سیمای هایدگر در ایران کدومه؟ خطوط اصلی ترسیم کننده سیمای هایدگر ایرانی چگونه است؟ اولین مفسر هایدگر در ایران یعنی سید احمد فردید کی بود؟ تفسیر وی از هایدگر چه شاخصهایی داشت و چه شاخصهایی برخوردار بود؟ آیا در اندیشه های فردید بصیرت های اصیل فلسفی و حکمی دیده میشه یا وی رو صرفاً به منزله یک شارح هایدگر یا حتی تحریف کننده و ویران کننده تفکر هایدگر در ایران باید برشمرد؟ مسئله دیگه تفسیر ایرانیان، مشخصاً یا به خصوص تفسیر سید احمد فردید از هایدگر از چه ارزش و اعتباری برخوردار؟ اهمیت، میراث و اثرگذاری تاریخی فردید برای جامعه ما ایرانیان چه بود؟ آیا اساسا میتونیم بگیم این مرد برای ما میراثی داشته، این میراث رو باید مثبت یا منفی تلقی کنیم؟ آیا در ایران جریانی به نام فردیدیه یا فردیدی ها وجود داره؟ اگر نه چرا و اگر آره آری در واقع اینها چه ویژگی هایی داره؟ سوال بعدی، دستاوردهای نظری شاگردان و پیروان فردید برای جامعه ایرانی چی بوده؟ آیا دستاوردی داشتن؟ سال بعدی، میان تفسیر اولیه و دینی و معنوی ما ایرانیان از هایدگر، یعنی مشخصا تفسیر فردید و پیروانش، میان تفسیر اولیه و دینی و معنوی ما ایرانیان از هایدگر با تفسیرهای آکادمیک غربیان از این متفکر چه نسبتی وجود داره؟ یعنی آیا ما میتوانیم از دو تا هایدگر صحبت کنیم؟ هایدگر شرقی و هایدگر غربی، هایدگر ایرانی و هایدگر غیر ایرانی، هایدگر دینی و معنوی شده و هایدگر سکولار. سوال بعدی، مشخصا غیر از فردید کسان دیگری هم در این جامعه در واقع به آثار هایدگر رو آوردن و آثاری رو ترجمه کردن و مقالاتی نوشتن، کتاب‌های تألیف شده. بی‌تردید تفسیر فردید از هایدگر یگانه تفسیر ما ایرانی‌ها از این متفکر نبود.
حالا سوال اینه چه تفسیرهای دیگری غیر از تفسیر دینی و معنوی از هایدگر در ایران وجود داره؟ آیا در نحوه فهم و تفسیر هایدگر در ایران تحولاتی صورت گرفته؟ اگر آری، این تحولات چیستن؟ سرشت این تحولات چیه؟ این تحولات از چه مضمون و سرشتی برخوردارن؟ و از چه ارزش گذاری برخوردارن؟ ما این تفسیرها رو چگونه باید ارزش گذاری کنیم؟ سوال دیگه، دلایل و مضمون مخالفت‌های برخی از روشنفکران با فردید و پیروانش چیه؟ چرا برخی از روشنفکران ما در واقع با فردید و فردیدیان به مخالفت پرداختند؟ مضمون این نقدها چیه؟ مضمون این حملات چیه؟ و دلایل مخالفت‌ها چیه؟ نکته بعدی این که دلایل و مضمون مخالفت‌های برخی از روشنفکران ما با هایدگر در ایران چیه؟ یعنی یه عده نه فقط با فردید و پیروان او به مخالفت پرداختند، یه عده اساساً با خود سرچشمه تفکر، یعنی با خود هایدگر هم به مخالفت پرداختند. حالا سوال این است که دلایل و مضمون مخالفت‌های روشنفکران ما، برخی از روشنفکران ما در ایران با هایدگر چیه؟ سوالای دیگری که در واقع خود من به این مجموعه پرسش‌ها افسودم اینه که سرانجام این که تفکر هایدگر در جغرافیای تفکر ما ایرانیان در دوره معاصر از چه موقعیت و مختصاتی برخورداره، یعنی الان در این موقعیت فرهنگی، فکری و نظری در این دوره تاریخی الان تفکر هایدگر کجای کاره و این تفکر از چه موقعیتی برخورداره، از چه مختصاتی برخورداره؟ سال بعدی، آینده تفکر هایدگر در ایران چگونه خواهد بود؟ و این تفکر در تقدیر و آینده تاریخی ما، در تفکر آینده ما ایرانیان چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ نگفته پیداست که در این پرسش ها مفروضاتی وجود داره، یعنی هر کدوم از این پرسش ها روحی داره، مفروضاتی داره، این پرسش ها بر اساس مفروضاتی شکل گرفته. نگفته نمونه که این پرسش ها در واقع بازتابی از پرسش هایی که در سطح جامعه فلسفی، دانشگاهی و روشنفکری ما مطرحه. این پرسش ها به نحوی در ذهن شما هم وجود داشته، این پرسش ها در جامعه ما وجود داره، در ادبیات روشنفکری ما، شما روزنامه ها رو، نشریات رو ورق بزنید به وفور میتوانید در واقع این پرسش ها رو پیدا بکنید. اینها در واقع پرسش هایی است که در حول و حوش حضور گفتمان تفکر هایدگر در ایران وجود داره. هر کدوم از این پرسش ها مبتنی بر پاره‌ای از مفروضاتی که در ذهن پرسشگران اونها، یعنی کسانی که مثلا کسانی که معتقدند تفسیری که از هایدگر در ایران شده تفسیر هایدگر مثل تفسیری شرقی از هایدگر و این با تفسیر آکادمیک متفاوت، این خودش مبتنی بر مفروضاتی است. یعنی کسی که این سوال رو مطرح میکنه یا این طرح و این شکاف بین هایدگر آکادمیک و هایدگر شرقی یا هایدگر ایرانی رو طرح میافکنه، در واقع این مبتنی بر یک فهم خاصی از هایدگر. هر کدوم از این پرسش ها در واقع مبتنی بر مفروضاتی است. ضرورتا اینا مفروضات من نیستن، به عنوان نگارنده و پژوهشگر در این پروژه در واقع اینها مفروضاتی است که در دل این پرسش ها، در اندیشه و ذهن و احساس کسانی که این پرسش ها رو مطرح کردند یا این نقادی ها رو مطرح کردند وجود داره. اندیشیدن درباره مفروضات نهانی این پرسش ها نیز در واقع بخشی از این پروژه است. علاوه بر این پرسش ها، یک پرسش های دیگری مشخصا در حوزه هایدگر شناسی وجود داره، یعنی پرسش هایی که تاکنون بود بیشتر در فضای پرسش هایی بود که در حوزه پابلیک اسفیر بود، در فضای عمومی، در فضای روشنفکری، در فضای فکری ما. اما پرسش های مشخصا، یعنی پرسش های آکادمیک هستند، پرسش های در حوزه هایدگر شناسی هستند. پرسش هایی که تا اینجا بیان کردیم، 14-15 پرسش که گفتیم، عموما پرسش های نظری، فرهنگی، اجتماعی بودند. اما یه سری پرسش ها هم وجود دارن
که مشخصا در حول و حوش مطالعات آکادمیک و در حوزه هایدگر شناسی در ایران وجود داره. مثل این پرسش ها، ترجمه هایی که از آثار هایدگر در ایران شده یا ترجمه هایی که درباره اندیشه های هایدگر به زبان فارسی صورت گرفته، از چه ارزش و اعتبار علمی برخورداره؟ تألیفاتی که ما ایرانی ها درباره هایدگر انجام دادیم، اهم از مقالات، کتاب ها و رساله های دانشگاهی که درباره هایدگر ما ایرانی ها تألیف کردیم، مشخصا رساله های دانشگاهی، هایدگر یکی از پراقبال‌ترین متفکران غربی است در ایران بعد از نیچه، البته به خصوص سالهای اخیر اقبال به هایدگر بسیار بسیار زیاد شده. رساله های متعددی در دوره کارشناسی ارشد و در دوره دکترا در مورد هایدگر نوشته شده. همچنین ما کتاب‌هایی نوشتیم و ترجمه‌هایی درباره از آثار هایدگر و درباره هایدگر کردیم. اینها چه وقعی دارن؟ یعنی خواننده ایرانی داره از طریق کدامین آثار در واقع با هایدگر مواجه میشه؟ در رساله‌هایی که ما در مورد هایدگر نوشتیم داریم چه کار می‌کنیم؟ اینها شاید فرصت نشه همه اینها رو ما تو این جلسات بررسی بکنیم، نمیدونم چقدر فرصت خواهیم داشت، شاید نمونه هایی رو ارائه بدیم، شاید مثلا به این بحثا نرسیم، اما بر اساس نگاهی که من دارم، بر اساس خاصیت هولوگرافی به این معنا که در واقع هر جزی از یک پیکره ویژگی های کل اون پیکره رو نشون میده، شما یه آینه رو بندازید بشکنید، هر تیکه آینه خاصیت آینگی رو نشون میده. تک تک اینها، یعنی شما مسئله ترجمه آثار هایدگر در ایران رو مطالعه میکنید، رساله هایی که در مورد هایدگر در ایران نوشته شده، گویی کلیت فرهنگی ما خودش رو در این آثار نشون میده. یعنی اگر ما ایرانی ها در یک دوره تاریخی دچار یک نوع انحطاط تاریخی هستیم، این انحطاط در رساله های دکترای ما خودش نشون میده، این انحطاط خودش رو در ترجمه های ما هم نشون میده، این انحطاط در بحث های علمی و شبه فلسفی ما هم خودش رو نشون میده. یعنی بیشتر من دارم این نوع ویژگی های فرهنگی دوره تاریخی خودمون رو از نوع یک نوع پدیدارشناسی این آثار دارم میکوشم در واقع جامعه خودمون رو به چالش بکشم و به یک نوع آسیب شناسی دست پیدا کنه. این نوع مطالعات میتونه بسیار درس آموز باشه و مشخصا نه در مورد هایدگر. شما میتونید مثلا وضعیت ورود تفکر کانت در ایران رو مورد مطالعه قرار بدید. فکر میکنم اگر نوع نگاهمون مشترک باشه، فکر میکنم در اونجا هم به همون نتایجی برسید که این پژوهش نشون میده. اگر شما سرنوشت تفکر مارکس در ایران رو مطالعه کنید، نمیدونم سرنوشت تفکر نمیدونم خود متفکران متجدد رو، مثلا نمیدونم ولتر رو یا دیگران رو، متفکران دوره روشنگری رو، هر کدوم رو پژوهش بکنید، در واقع بر اساس خاصیت هولوگرافی میتوانید اوصاف کلی فرهنگی فکری این دوره رو در واقع در هر کدوم از پژوهش ها نشون بدید. بس به هر حال در حوزه هایدگر شناسی سوال این بود که در واقع ترجمه هایی که از آثار هایدگر صورت گرفته و ترجمه هایی که درباره آثار شرح و تفسیرهایی که در مورد هایدگر شده و این ترجمه رو ما انجام دادیم در زبان فارسی چه ارزش اعتباری داره؟ تألیفات ما ایرانی ها هم از مقالات، رساله ها و کتاب ها در زبان فارسی در واقع از چه ارزش علمی و اعتبار علمی برخورداره؟ موقعیت کنونی مطالعات هایدگر شناسی در ایران رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ این مطالعات یا مطالعات هایدگر شناسانه در ایران در این چند دهه اخیر چه تحولاتی داشته؟ و در حال حاضر مطالعات هایدگر شناسی در ایران از چه آسیب‌های رنج می‌بره؟ یا احیانا ما از چه امتیازاتی برخورداریم؟ یا چه قابلیت‌هایی داریم؟ از چه امتیازاتی می‌تونیم برخوردار باشیم؟ در این به اصطلاح پژوهش من کوشیدم حتی المقدور اکثر، اگه بگم همه شاید با مشکل استقرار مواجه بشم، یعنی تا اونجایی که در توانم بوده اکثر قریب به اتفاق آثاری که در مورد هایدگر ترجمه شده، آثاری که در مورد هایدگر نوشته شده، اکثر قریب به اتفاق رساله های دانشگاهی رو، مگر اونهایی که در شهرستان ها بود یا من نتونستم بهش دسترسی پیدا کنم، رو مطالعه کردم. مقالات رو تا آنجا که ممکنه، مقالات به دلیل کثرتش و سرش ژورنالیستیش در واقع دیدم عمر هدر دادن، بخوام همه مقالاتی که به زبان فارسی در مورد هایدگر نوشته شده، اما خیلی از اونها رو به کمک دانشجویانم از اینترنت از جای دیگه سرچ کردیم و به واسطه دانشجوام در واقع اگر من نخوندم مقالات ژورنالیستی رو در واقع دانشجویان من گزارش هایی رو برای من دادن، سعی کردیم که در واقع همه اینا
بررسی بشه و در نهایت پاری از مختصات علمی، فرهنگی و فکری جامعه خودمون رو در طریق نقد و بررسی این رساله ها، این کتاب ها و این ترجمه ها گاهی وقت شما به نتایج خیلی شگفت انگیزی میرسید، گاهی وقت به نتایج خیلی شگفت انگیزی میرسید. برای مثال یکی از نتایجی که من گرفتم، جامعه ایرانی یک جامعه سایکولوژیکه، دچار بیماری روانیه. چطور ممکنه در یک جامعه یک مترجمی کتابی از هایدگر ترجمه کنه که 90% کتاب بی‌معناست؟ این رو با فکت میگم، نه به عنوان کیلویی، یعنی صفحه فلان صفحه فلان صفحه فلان، و این مترجم نه یکی نه دو تا نه سه تا چهار تا پنج کتاب رو و این جامعه اصلا ککش نگرفته. این نشون میده که نارسایی عمیق فرهنگی وجود داره. آخه چطور ممکنه یک کسی یک متن یک فیلسوف بزرگ جهان رو برداره متلاشی بکنه و جامعه اصلا عکس عمر خرج نده و این مترجم نه یکی نه دو تا همینجوری ادامه بده؟ این نشون میده اصلا هنوز با یک نوع حیات علمی فرهنگی و فلسفی ما خیلی فاصله داریم. یا در عرصه بررسی رساله ها اگر فرصت باشه نشون میدم که ما معمولا در رساله های دانشگاهیمون چه کار میکنیم. واقعیتش اینه که ما چیزی به نام دانشگاه، حالا اگه حکمم کلی نباشه، در واقع یک حکم عمومی است، نه اینکه حالا بخوام در مورد همه مصادیق بگیم، در واقع ما شبه دانشگاه داریم ادا در میاریم. رساله ها رساله های دانشگاهی نیست، کات و پیست. گاهی وقتا حتی ما سرقت ادبی میکنیم، یعنی در دانشگاهمون دوز داریم تربیت میکنیم، سرقت ادبی میکنن بعد مدرک صادر میکنیم. رساله هامون وقتی بعضی از اینها رو بررسی میکنیم، این فقط مشخصا در مورد حوزه هایدگر نیست، یعنی که فقط در حوزه هایدگر شناسی ما این مسئله مواجه هستیم، در حوزه های دیگه بحث خیلی خوبه. این فقط یک نمودی است از اینکه ما وضعیت خودمون رو دریابیم. یک نتیجه دیگری هم این پروژه میتونه برای ما داشته باشه، از طریق به اصطلاح پدیدارشناسی تاریخ تفکر معاصر ما ایرانی ها، به بهانه در واقع تفکر هایدگر، به بهانه حضور گفتمان هایدگر در ایران، در واقع ما میتوانیم تاریخ تفکر خودمون رو یک نوع پدیدارشناسی بکنیم و از این پدیدارشناسی میتونیم موقعیت کنونی تفکر خودمون رو تشخیص بدیم، از هر گونه خودفریبی و خودبزرگبینی بیرون بیاییم و به خیشتن تاریخی خودمون به نحوی اصیلتر و انضمامی‌تر در یک پروژه‌ای که در مورد حضور گفتمان هایدگر در ایران، بررسی ترجمه‌ها، رساله‌ها، مقالات، نوع بحث‌هایی که در ایران میشه، در واقع میتونیم به نحوی اصیل و انضمامی، عینی، ملموس، نه به طور کیلویی حکم بدیم به ما ایرانی‌ها در این موقعیت کنی چنینیم، میتونیم تو این آثار مثلا ناپیگیری تفکر رو نشون بدیم، ایدئولوژیک اندیشی رو نشون بدیم، انحطاط رو نشون بدیم. میتونیم یک نوع معرفت اصیل و انضمامی از بسر خیشتن تاریخیمون پیدا بکنیم. انحطاط تفکر رو به نحو ملموستری میتونیم در خودمون ببینیم و تا حدودی میتونیم در مورد دلایل و چرایی انحطاط تفکر در ایران معاصر در واقع به تفکر بپردازیم. و گفتم که در واقع قصه هایدگر در ایران صرفا یک نمونه از هزاران نمونه دیگری است که میتونه مورد پژوهش قرار بگیره. هایدگر در ایران بهانه برای اندیشیدن درباره خودمون، هویت خودمون، بحران‌های کنونیمون و همچنین مهمترین مسئله دوران تاریخی کنونی ما، یعنی نحوه مواجهه ما با غرب و مدرنیته و بسیاری از مسائل بنیادینی که در حول و حوش این مسئله کانونی برای ما وجود داره. همچنین با دنبال کردن سیر قصه هایدگر در ایران، ما در واقع میتونیم سیر تفکر پاری از متفکران ایرانی رو دنبال بکنیم، چرخش ها و گشت های اونها رو دنبال بکنیم و لذا به پاری از مختصات کلی برای خط سیر آینده تفکر ایران برسیم. برای مثال میخوام بگم شما دو تا شایگان دارید، شایگانی که آسیا در برابر غرب رو می‌نویسه و شایگانی که افسون زدگی جدید رو می‌نویسه. شما دو تا داوری دارید، داوری که در واقع آثار دهه‌های قبلشه و داوری که در دهه 80 در واقع آثاری رو منتشر می‌کنه. شما میتوانید مختصات طول و عرض جغرافیایی تفکر این متفکران خودمون رو که به هر حال پاره‌ای از ما هستن، بخشی از
تاریخ ما و بخشی از هویت ما و بخشی از وجود ما هستن، در حال سرمایه های ما هستن و با تمام عشق و ارادتی که من به همه این بزرگان دارم. اما می توانیم این گشت ها و تغییرات رو ببینیم. به نظر میاد همه این گشت ها سوی خاصی داره، این گشت ها سوی خاصی داره، سویی که در وجود همه ما خودش رو آشکار میکنه. این جهتگیری در واقع ما میتوانیم به کمک کشف این مختصات و تحولات گشت هایی که صورت گرفته تا حدودی پیش بینی کنیم که جامعه ما داره به کدوم سو میره. برحال گفتم همونجور که تکرار کردم، در واقع این پروژه میخواد به تأملات فلسفی و اندیشیدن در باب موقعیت تفکری ما و همچنین اندیشیدن در باب آینده و تقدیر جامعه ایرانی از بر اساس یک نوع نگرش فلسفی بپردازه. نکته دیگه این که من در این پژوهش خودم گاهی وقتا نقدهای بسیار تندی به سرمایه های بزرگ فکری و فرهنگی دیارمون کردم، اما همه اینا مبتنی بر یک مفروض بزرگه و اون مفروض بزرگ عبارت از این است که یک حقیقت استعلایی وجود داره، حقیقتی هست که نه در جیب تو نه در جیب من، و تفکر در نسبت با این حقیقت استعلایی تفکر میشه. ما به هیچ کس تعهد نداریم، به هیچ چیز تعهد نداریم. من به هیچ دین و آیینی تعهد ندارم، من به هیچ شخصیتی تعهد ندارم، من به هیچ مذهب و فرقه و گروه سیاسی و قدرت سیاسی و جریان اجتماعی تعهد ندارم. تفکر از تعهد به یک حقیقت لابشرط، به یک حقیقت نامشروط و مطلق نشأت میگیره. آنچه که معمولا به اسم حقیقت تعبیر میکنیم و من پسفند استعلایی رو اضافه میکنم تا متوجه باشیم که حقیقت در واقع همواره فراتر از اون چیزی است که ما بهش میاندیشیم. لذا باید من نوع نقادیم رو به اصطلاح تمایز شما نقادی هایی که معمولا در جامعه ما وجود داره و خیلی هم رایجه تمیز بدم. معمولا نیروهای نقد در جامعه ما به تازگی رها شده، جامعه ما به تازگی با نیروی نقد آشنا شده، اما جامعه ما هنوز با نقد آشنا نیست. خود نیروهای نقد هم باید مورد نقد قرار بگیرن. در جامعه ما خیلی وقتا نقدها سایکولوژیکه، نقدهای روانشناختی است، نقدهایی است که ناشی از انگیزه های فردی است، ناشی از حبها، بغضها، کینه ها و بدتر از اون دعوت به خیشتن ها. من بزرگان رو نقد میزنم که گویی بگم هی آی ام هیر، منم اینجام، منم نگاه کنید، منم هستم، انا رجلون. گاهی وقتا بسیاری از نقدها ممکنه جنبه سایکولوژیک داشته باشه. یه نقد دیگه ای که در میان شما، در نسل شما خیلی فراوان دیده میشه، من اسمش رو میذارم نقد نیهیلیستیک یا نقد آنارشیستیک. همه چیز مورد نقده. گویی در یک وضعیت تاریخی قرار داریم که شما، نسل شما نسبت به همه چیز عصبیه، از همه کس و از همه چیز ناراضیه، گویی یک نوع کینه وجود داره نسبت به وضعیت موجود و هر چیزی و هر کسی که به نحوی با وضعیت موجود پیوند خورده میخوایم تیغ نقد رو به روش با خشونت تمام بکشیم. این خشم و این عصبیت قابل فهمه اما قابل تایید نیست. میشه این رو فهمید، میشه این رو فهمید. من بارها در کلاس‌های خودم دیدم، هرگاه من دعوت به تأمل در باب سنت کردم دانشجوها روی ترش کردن. آقای عبدالکریم شما دیگه بعیده، دیگه بسه ها، دیگه آقا چرا آب به آسیاب وضعیت موجود برسید، هنوز شما میگی سنت؟ ببینید این نقد کاملا معلومه نقد پرخاشگران است، نقدیست که عصبی است نسبت به وضعیت موجود. لذا همه چیز رو نقد میزنه. وقتی شما نقد میزنه کجا واسدید؟ نقد نباید نیهیلیستیک باشه، وگرنه خود متناقضه. درست مثل پارادوکس دروغگو بمون، همه دروغ میگن، همه فریبکارن، همه دروغ گفتن، همه نادان بودن. یا باید خودتون رو استثناء بکنید که دوچار یه خود برگزیده سازی شدید، همه نمیفهمن. در دلش معنیش اینه که هیچ کس نمیفهمه جز من، همه دروغ میگم جز من. یا باید در واقع خودتون رو
به یک در یک موقعیت استعلایی قرار بدید، بگید همه نمیفهمند جز من، در واقع به یک موضع خود برگزیر سازی برسید، یعنی همه چیز رو مورد نقد بدید جز خودتون رو، یا اینکه بعد بگید من هم مثل دیگران نمیفهمم، من هم مثل دیگران دروغ میگم، در واقع باز هم خودتون رو نقد کردید. برخی از نقد رهایی بخش صحبت میکنن، نقدی که مثلا در حوزه فرانکفورت بود، ما نقد میزنیم نسبت به وضعیت موجود تا به رهایی برسیم، تا به آزادی برسیم. اما سوال این است که این نقد رهایی بخش میتواند نسبتی با حقیقت نداشته باشه، و چه تضمینی وجود داره که نقدهای رهایی بخش ما رو به موازی ایدئولوژیک نندازه، همون چیزی که در واقع چنگالش ما میخواییم رها بشیم. برحال نوع دیگری از نقد وجود داره، نوع دیگری از نقد وجود داره که در میان ما بسیار کمتر یافت میشه. این نقد عبارت است از ایمان به یک حقیقت استعلایی، حقیقتی که فراتر از ماست، فراتر از همه ماست، هیچ کس حقیقت نیست. این حقیقت استعلایی رو در این عبارت ارسطو میبینید، گفت من به افلاطون عشق میبرزم اما به حقیقت بیشتر. یک حقیقت استعلایی وجود داره و اگر ما در واقع شخصیتی رو، اندیشه‌ای رو، بزرگی رو، دانشجویی رو، رساله‌اش رو فرزند یا مقاله‌ای رو یا کتابی رو نقد می‌زنیم، در واقع بر اساس این پیش‌فرض بزرگه که در دوران تاریخی ما نسبت ما با حقیقت گم شده. حتی من میتونم بگم ما دیگه نسبتی با حقیقت نداریم. آنچنان باورهای ایدئولوژیک و یا گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک در همه جناح‌ها فرق نمی‌کنه، چون کسی که می‌خواد وضعیت موجود رو حفظ بکنه و تنها از منظر حفظ وضع موجود همه چیز رو می‌بینه، و چون کسی که خواهان تغییر وضع موجوده و صرفاً از جهت حمله به وضع موجود و تغییر وضع موجود پدیدارها رو تفسیر می‌کنه، و چون کسی که در بستر خوش و نرم و گرم باورهای تئولوژیکه، یه باورهایی رو به لحاظ فرهنگی بهش به میراث رسیده و هر تمام تلاششون که به نحو اینها رو به صورت حفظ بکنه یا باز تولید بکنه، گویی نسبتی با پدیدار وجود نداره، گویی نسبتی با حقیقت وجود نداره. ما نمیخوایم خود پدیدار رو بفهمیم، میخوایم گرایشمون رو به اصطلاح موازه خودمون رو به نحو پیشینی به پدیدارها تحمیل بکنیم. این میشه سیاست زدگی، این میشه ایدئولوژیک اندیشی، این میشه تفکر تئولوژیک، اما تفکر فلسفی نیست، تفکر حقیقت جویانه نیست. البته ممکنه انتقاد بکنید که خود تفکر فلسفی نیست، مفروضاتی داره، این هم به یک معنا در واقع میخواد از مفروضاتی دفاع کنه، میپذیرم. اما به هر حال ما میتوانیم از دو گونه انسان صحبت بکنیم، انسانی که به سوی پدیدارها و به سوی جهان و به سوی هستی گشوده است، و انسانی که به سوی پدیدارها بسته است، انسانی که خود بنیاده و میکوشه ارزش‌های خودش رو به پدیدارها تحمیل کنه، و انسانی که بیش از هر چیز به خود پدیدارها به اصطلاح تعهد داره. همون شعاری که هوسرل مطرح کرد، towards the thing itself، یا in itself، یا towards the things in themselves، پیش به سوی خود شی، یا پیش به سوی خود اشیا، پیش به سوی خود پدیدارها. به هر حال میتوان نگاه نقادانه نسبت به سرمایه های فرهنگی خودمون داشته باشیم، اما این نقد ها همراه با عشق، به هیچ وجه بر اساس کینه نیست، به هیچ وجه بر اساس تخریب نیست. فراموش نکنیم اگر من نقد میزنم، فردا من هم مورد نقد واقع خواهم شد. فراموش نکنیم که در واقع بشر از آن جهت که بشر است محدود است، و اندیشه ها سیچویشن بانده، اندیشه ها در واقع محدود به شرایط زمانی و مکانی هستند، و با تغییر شرایط زمانی و مکانی گفتمان ها دگرگون میشه. نقد گفتمان فقط با خروج از گفتمان امکان پذیره، اما فراموش نکنیم ما خود در گفتمان دیگری هستیم. فکر نکنیم ما یه سر و گردن بالاتریم که حالا در موضع نقد نشستیم. شاید ما هم، اگر ما هم در زمان جلال رحمت بودیم، شاید اندیشه مثل غرب و دیگه جلال رو داشتیم. به صرف اینکه الان از گفتمان خارج شدیم ما میتوانیم گفتمان رو نقد بزنیم، به صرف اینکه الان از گفتمان دهه 40 و 50 خارج شدیم به سهولت میتونیم شریعتی رو نقد بزنیم. این خیلی غیر منصفانه است، این خیلی غیر بشری است، این از موضع خدا به مسائل نگاه کردنه، یک موضع مطلق. که فراموش نکنیم که نقد گفتمان با خروج از گفتمان
امکان پذیره و این رویداد تاریخی است که به ما اجازه میده، این رویداد تاریخی است که به ما اجازه میده که گفتمانهای پیشین رو نقد بزنیم، اما فراموش نکنیم که ما بر دوشها و شانهای این بزرگان استواریم. در آگاهی تفره وجود نداره، در آگاهی جهش وجود نداره. اگر تجربیات تاریخی سرمایه‌های فکری و فرهنگی ما نبودن، امروز ما در یک چنین جایی به لحاظ فکری نایستاده بودیم. به این معناست که میگم باید توجه داشته باشید که روح نقادی ما تا حدود زیادی متفاوت از نقادی هایی است که به نحو رایج در جامعه ما وجود داره. این نقادی بر اساس عشق، بر اساس حفظ حرمت، بر اساس رعایت مراتب بزرگان خودمونه و اینها از ارزش‌های بسیار مهمی است که در واقع از همه اون آموزه‌ها مهم‌ترن. یعنی شما هر چقدر اندیشه‌های متعالی داشته باشید، اما این رعایت مراتب، این فهم محدودیت‌های بشری، این مهر انسانی به سرمایه‌های فرهنگی اگر نباشه، در واقع نقادی‌های ما هم خود ویرانگر خواهد بود و آنارشیستیک خواهد بود و ما رو در یک وضعیت آشفته‌تری در واقع گرفتار خواهد کرد. خب با این مقدمات اگر یک مقدارم راجع به انتظام و ساماندهی این پژوهش بخوام صحبت بکنم، در مورد قصه هایدگر در ایران، بی تردید باید فردید رو قهرمان این قصه دونست. با فردید بود که در واقع اندیشه هایدگر در ایران مطرح شد، لذا به خاطر اینکه قهرمان اصلی این قصه فردیده و نقش اصلی رو در این قصه فردید بازی میکنه و همه مسائلی که در حول و حوش قصه هایدگر در ایران به نحوی با فردید یا سلباً یا ایجاباً، چه ایجابی به نحوی ایجابی و چه به نحوی نقدی و سلبی، در واقع به نحوی با فردید پیوند برقرار میکنه. قصه هایدگر در ایران در واقع با فردید آغاز میشه. در فصول اولیه این پژوهش من یک زندگی نامی مختصری از فردید ارائه خواهم داد، بعد به آثار دوره جوانی فردید اشاره خواهم کرد. فردید قبل از اینکه این هویت کنونیش رو پیدا کنه مقالاتی داشته، این مقالات رو همه رو من جمع‌آوری کردم، مطالعه کردم، دسته‌بندی کردم. میشه پاری از انگیزه های فکری و نظری او رو به اصطلاح ارائه داد. در پی پژوهش خودم من متوجه شدم که در واقع فردید رو علی‌رغم این فرض بزرگ که ما آغازگر قصه هایدگر در ایران رو فردید میدونیم و خب البته مهمه که با فردید بود که هایدگر وارد فرهنگ ایرانی میشه، اما قصه هایدگر در ایران رو با فردید نمیتونیم آغاز بکنیم. و برای من همیشه یک سوال وجود داشت، یک سوال وجود داشت در شرایط تاریخی که فردید بود، یعنی در حوالی شهریور، در حوالی سالهای 20، اگر فضای تاریخی اون رو من خواهم کوشید که براتون ترسیم بکنم، این سوال همیشه برای من بود که مواجهه فردید با متفکری مثل هایدگر و فهم و بیشتر به یک معجزه شبیه، و همواره برام این سوال وجود داشت که چگونه از یک چنین دوره تاریخی که جامعه ما به شدت اسیر انحطاط بود، یک ایرانی میتواند با اندیشه مثل اندیشه هایدگر ارتباط برقرار کنه. هنوز در دوران ما، در این دهه، هنوز جامعه ما، جامعه روشنفکری، جامعه دانشگاهی، جامعه فرهنگی ما با فردید، با هایدگر نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چطور در حوالی دهه 20 و در اون شرایط تاریخی که حالا من خواهم کوشید به نحوی اون شرایط رو با بعضی از امثله تاریخی به اصطلاح فضای فکری اون دوره فضا رو ترسیم بکنم، چطور شد که یهو فردید با هایدگر مواجه پیدا میکنه؟ ذهنم همیشه از این بابت خلجان داشت و دنبال یک حلقه واسطه میگشت، تا اینکه این حلقه واسطه پیدا شد، هانری کوربن. در واقع اگر هانری کوربن نبود شاید فردید هرگز به اصطلاح به هایدگر توجه پیدا نمی‌کرد. لذا در قصه هایدگر در ایران و سرنوشتی که تفکر هایدگر در ایران بازی کرد، هانری کوربن نقش بسیار بسیار مهمی رو بر اساس اعتقادات من به اصطلاح بازی می‌کنه. دلایل اینکه تا به حال به این نکته توجه نشده بودیم که فردید
اولین مقاله‌ای که اسم هایدگر رو میاره در اونجا، در واقع از کانت هایدگر، مقاله از کانت هایدگر در واقع در سال 1319 نوشته شده، در صورتی که کوربن در سال 1324 اگر اشتباه نکرده باشم اولین سخنرانی خودش رو در باره بس اولین سخنرانی خودش رو در مرکز مطالعات ایران شناسی سفارت فرانسه در ایران انجام داد. به همین دلیل میگفتن که خب فردید قبل از اینکه با کوربن آشنا بشه. برای من بعدا متوجه شدم که ادله‌ای هم دارم که اینها رو اشاره خواهم که دلیل نداره که حتما کوربن بیاد ایران. فردید میتونست از طریق مطالعه آثار کوربن در واقع که بسیار زودتر از اینکه آثاری که کوربن در مورد هایدگر نوشته به اصطلاح با کوربن آشنا شده باشه قبل از اینکه کوربن وارد ایران بشه. حالا اینا دیدگاه تاریخی منه که ادله خودم رو خواهم گفت. لذا من اشاره خواهم کرد به اهمیت کوربن، کاری که کوربن کرد، زندگی کوربن به نظر من میتونه مطالعه راجع به زندگی کوربن و نسبتی که او با هایدگر داره در واقع بسیاری از پرسش ها و ابهاماتی که در چند دهه بعد، یعنی چیزی حدود 3 یا 4 دهه بیش از نیم قرن بعد، بعد از نیم قرن بعد در جامعه ما شکل میگیره، به نحوی در واقع مطالعه و اندیشه درباره آثار کوربن و جهتگیری فکر اون میتونه به خیلی از ابهامات کنونی ما پاسخ بده. لذا بعضی از فصول و فرازهای پژوهش من در واقع در حول و حوش اندیشه کوربن و تفسیری که او از هایدگر ارائه میده، اینجاها بحث تا حدودی فلسفی میشه و ما دستاوردهای خوبی میتونیم داشته باشیم. بعد من در مورد ارزش و اعتبار تفسیر دینی و معنوی کوربن فردید از هایدگر بحث‌های مفصولی خواهم داشت که آیا این به اصطلاح این نوع تفسیر تحمیلی است که کوربن یا فردید در واقع به آثار هایدگر میکنه یا خود آثار هایدگر هم اجازه یک چنین تفسیری رو میده. من در واقع دلایل تاریخی رو تا اونجایی که امکان پذیره جمع‌آوری کردم، اشاره خواهم کرد که چطور تفکر هایدگر با این تفسیر دینی و معنوی میتونه مطابقت داشته باشه و برخلاف این ادعا که گفته میشه این هایدگر آکادمیک نیست، به نظر من اون چیزی که به منزله هایدگر آکادمیک عرضه میشه کاملا غیر آکادمیکه و این هایدگر به ظاهر آکادمیک در ایران در واقع یک هایدگر ایدولوژیک و سیاسی شده است. ادله خودم رو ذکر خواهم کرد. صرف نظر از این بحث یک بحث نسبتا مبسوطی خواهم داشت در مورد ارزش و اعتبار تفسیر دینی و معنوی هایدگر و اینکه هایدگر تفکرش با عرفان شرقی کجاها به هم نزدیک میشن و کجاها از هم دور میشن. یکی دو جلسه بحث خواهیم کرد در مورد تقارب ها و تباوت های حکمت دینی و معنوی شرقی، مشخصا حکمت ایرانی اسلامی، با اندیشه های هایدگر، بحثایی که به نظر من میتونه تا حدودی مواردی رو برای ما آشکار بکنه که در واقع تاریخ تفکر خودمون رو به نحو دیگری و به نحو روشنتری در بابش بیاندیشیم. اینجا بحث تا حدود زیادی سبقه فلسفی پیدا میکنه. بحث بعدی من در واقع خواهم کوشید که سیمای از فردید ارائه بدم، اندیشه‌هاش رو بازگو بکنم و در حین بیان اندیشه‌های فردید در واقع نشون خواهم داد که کجاها جهش صورت میگیره و فردید از هایدگر عکس میکنه و کجاها یک نوع استحاله صورت میگیره، کجاها جهش صورت میگیره و کجاها فردید از هایدگر فاصله میگیره. و فصل بعدی من در واقع در مورد میراث فردید خواهد بود، اینکه فردید چه میراثی برای ما داره و آیا فردید هنوز میتونه حرفی برای ما گفت برای ما داشته باشه یا حتی فردید هنوز نسبت به ما خیلی جلوتره و حرفا و اندیشه هایی داره که از زمانه خودش خیلی جلوتره.
فصل بعدی من در واقع نقد فردیده و من انتقادات خودم رو به فردید بیان خواهم کرد، اینکه کجاها در واقع فردید تونسته افقهای روشنی رو برای تفکر ایرانی ایجاد بکنه و کجاها نقاط کوری ایجاد کرده و در واقع ما نیاز داریم که یک نوع بازنگری در این موارد نسبت به فردید داشته باشیم. اما همه این بحث ها مثل یک کلاف سردرگمه، یک کلاف بسیار درهم پیچیده است و باید با سرانگشتان بسیار ظریفی بحث رو ما دنبال کنیم. کیلویی نمیتونیم بگیم فردید آری فردید نه، این شیوه برخورد فکورانه و اندیشمندانه نیست. باید در سپهر روشنی بیاندیشیم. اگر میگیم آری فردید یا هایدگر آری، کجا آری؟ و اگر میگیم نه، کجا نه؟ و اگر مثل بحث‌های عوام در واقع به خود کیلویی بحث بکنیم، در واقع یک نوع خودارضایی است. در واقع خودمون رو ارضا کردیم و لغلغ زبان کردیم بحث‌های رو، آنچنان که در جامعه شبه روشنفکری و شبه دانشگاهی ما این بحث‌ها وجود داره و اون جدیت و عظمیت تفکر معمولاً غایبه. حرف‌ها همه در سطح باقی می‌مونه. ابهاماتی در مورد گرایشات سیاسی فردید مشخصا وجود داره و بخش عمده انتقاداتی که به فردید شده در واقع برمیگرده به مواضع سیاسی فردید. من فصلی خواهم داشت تحت عنوان فردید و سیاست و در مورد این مسئله هم من شاید یک چند دقیقی صحبت بکنم. در قصه هایدگر در ایران، اگر من این در واقع جلد اول کار من خواهد بود، جلد دومی هم خواهد داشت. اگر ما بتونیم جلد اول رو در همین جا من عرضه بکنم، بصیرت های بنیادین رو هم گفتم، یعنی همه حرفای اساسی خودم رو در واقع در این باب مطرح کردم. دیگه جلد دوم این پروژه در واقع تکرارگویی همون چیزیست که در جلد اول گفتم، حالا با یه مقدار تفصیل بیشتری و یه مقدار داکیومنتالایز کردن، رفرنس دادن و به تکست رجوع کردم. در جلد دوم اشاره خواهم کرد بر، یعنی بخشی خواهد بود در باب تأثیر به اصطلاح تأثیر پذیرفتگان از فردید، یعنی کسانی که از فردید تأثیر پذیرفتن و به واسطه فردید در واقع از هایدگر تأثیر پذیرفتن، یعنی کسانی که در واقع به نحو غیر مستقیم و ناآگاهانه از هایدگر تأثیر پذیرفتن یا کسانی که آگاهانه از هایدگر تأثیر پذیرفتن ولی همواره بین خودشون به هایدگر و بین خودشون و فردید فاصله گذاری کردن. مشخصا جلال الرحمت و اهمیت کتاب غرب زدگی که این کتاب در تاریخ تفکر ما تحت تاثیر اندیشه های هایدگر به واسطه فردید بسیار بسیار مؤثر بوده، تا اونجا که میتوانیم نسلی از روشنفکران و روشنفکران غرب زدگی بنامیم، یعنی کسانی که تحت تاثیر فردید تحت تاثیر کتاب غرب زدگی جلال الرحمت و به واسطه جلال متأثر از گفتمان فردید بودن و باز به دو واسطه متأثر از گفتمان هایدگر، یعنی نقد مدرنیته. نشون خواهم داد که با جلال چه اتفاقی میفته و غرب زدگی که در واقع در لسان فردید بود تحت تأثیر تفکر هایدگر در ایران به چه وضعیتی در میاد. از دیگر کسانی که در واقع در این گفتمان قرار میگیرن و خودشون متأثر از جلال حسن دکتر شریعتیه، به هر حال میدونی شریعتی که از مقدمان این انقلابه، یعنی کسی که تا مقام معلم انقلاب ارتقا پیدا کرد. این مقام یک مقام رسمی و تشریفاتی نبود، روشنفکرا و بخش عظیمی از جامعه ما به طور بسیار طبیعی او رو معلم انقلاب خطاب کردند و مفهوم بازگشت به خیش و نقد غرب و مبارزه با غرب زدگی نیست، باز به نحوی در واقع در این گفتمانی است که در واقع بر اساس اندیشه های هایدگر و به واسطه فردید در ایران شکل گرفته، آگاهانه یا ناگهانه. گرچه حالا ممکنه شریعتی هیچگاه از فردید
تا این منابعی که در دست ماست و بر اساس گزارشی که دکتر احسان شرطی میگفت ما هیچ جا ندیدم و نشیدم که پدرم از فردی صحبت بکنه، حتی به نظر میاد که فردی هم خیلی خوشش نمی اومد، شاید به این دلیل که مثلا فردی در برنامه های تلویزیون به اصطلاح آن سوی زمانه شرکت کرده بود و شاید شریعت این رو به منزله رسمیت شناختن نظام پهلوی میدونست، شاید نمیدونم، ولی به هر حال این رابطه ها رابطه های فردی چندان مهم نیست. بحث این است که شریعتی نیست در یک گفتمانی نفس میکشید و در یک گفتمانی اندیشه ها شکل داد، حالا با تمام ویژگی‌های شخصی خودش، ویژگی‌هایی که در اندیشه او وجود داره، به هر حال از این گفتمان متأثره. از دیگر کسان شاید بشه به احسان نراقی اشاره کرد که او هم به نحوی در واقع در یک دوره موضع ضد غربی داره. بعد دیگر کسان در واقع داریوش آشوری است که کاملا متأثر از فردید بود و بعد فاصله میگیره و شدیداً فاصله میگیره. خود این فاصله گذاری ها در این چند دهه خودش بسیار قابل مطالعه است، نه به لحاظ شخصی، به لحاظ روانی و اینها نه، به لحاظ تاریخی. و یکی دیگه از این چهره ها دکتر شایگان و خود دنبال کردن شایگان به تحولاتی که به دست آورده گفتم میتونه پاره‌ای از این مختصات رو در ما نشون بده. اینها کسانی هستن که در واقع در فاصله دورتری از هایدگر و تفکر فردی قرار دارن. اما گروه دیگری از جامعه ما، بخشی از روشنفکران ما هستن که در واقع اینها از فردی به منزله استادونا یاد میکنن، به منزله استاد بزرگ، و حتی فردی رو یگانه متفکر دوره معاصر ایران میدونن، یگانه فیلسوف ایران میدونن. اینها رابطه نزدیکتری دارن و اون فاصله گذاری رو که فرضاً در اندیشه های شریعتی شایگان یا آشوری نسبت به فردی وجود داره در اینها نمیبینن. اینها هم طیف وسیع هستن دیگه، طیف وسیع هستن، مثلا از میرشکاک گرفته تا مثلا مرحوم آوینی و یا مثلا محمد رضا جوزی، عباس معارف، یا فرض بکنید مرحوم محمد مددپور و بزرگوانی چون مثل محمد رضا ریختگران یا شهرام پازوکی. اینها همه در واقع به نحوی در واقع در طیفی قرار دارن که هولوش شخصیت فردیده. در این میان دکتر داوری هم جایگاه خاصی داره، جایگاه خاصی داره. به اعتقاد من داوری در واقع سند مکتوب اندیشه های فردیده، یعنی اگر کسی بگه که فردید معلوم نیست چی میگه و حرفی برای گفتن نداره، ما نمیدونیم چی باید بخونیم، در واقع به نظر من با وجود آثار دکتر داوری یک همچین بهانه‌ای از دستش خارج میشه. به هر حال تمام بصیرت‌های بنیادینی که در فردید وجود داشت در این گروه که موسوم به فردیدی ها هستن و من چندان با این نامگذاری موافق نیستم و دلایل خودم ها هم در مقدمه این بحث خواهم گفت که چیزی به نام فردیدی و فردیدی به عنوان یک جریان وجود نداره. مسئله عبارت از یک معلم و گروهی از شاگردان که در او چیزی رو دیدن که در دیگران ندیدن و به او عشق می‌ورزیدن. این که تشکیلاتی باشه، سازماندهی باشه، برنامه‌های مرتبی باشه، نه اصلا چنین نبود. فردید یک شخصیت یگانه‌ای بود در روزگار خودش، در خونه مباحثی که در جلسات و نشست‌هایی که در خونه امیر حسین جهانبگلو، پدر همین جهانبگلو ما، دوران کنونی ما به اصطلاح جهانبگلو پدر به اصطلاح انجام می‌شد، شب‌های جمعه‌ای بود، جمع می‌شدن و در اونجا فردید صحبت می‌کرد و این نشست‌ها به شب‌های فردیدیه مشهور شد، در صورتی که اکثر بزرگان ادب و فکر اون دوره وجود داشتن. اما چرا این شب‌ها به نام فردید نامگذاری شد؟ به طور طبیعی، باز هم نه طرف یک تشکیلات و یک نظام دیوان سالاران و بوروکراتیک، نشون میده که خب فردی به طور طبیعی در واقع یک نوع محوریت در اون جمع داشتش. خود دکتر داوری هم در واقع به حال یک سرمایه فرهنگی ماست که ارزش مطالعه رو داره و اینها بخش‌هایی از وجود تاریخی ما هستند. به سهولت از اینها نگذرید.
نه شیفتگی آنچنانی نه نادیده گرفتن. به هر حال ما امروز در گفتمانی تنفس میکنیم که این بزرگان شکل دادن با همه نقطه ضعف‌ها، با همه نقطه قوت‌ها، و ما باید به نحو فکورانه با اینها مواجه شیم. به هر حال نگاه کنونی من، مگر اینکه به کمک شما یا سایر دوستان تغییر بکنه، اینه که اکثر بصیرت‌های بنیادینی که در اندیشه‌های فردید وجود داشت در این دست دوستان هم در واقع وجود داره، و دوستانی که در حول و حوش اندیشه فردید تنفس می‌کردن و می‌اندیشیدن، در واقع گامی به جلو نرفتن و به نحوی به باز تولید فردید پرداختن. در این میان شاید دکتر داوری معتدل ترین زبان و مستقل ترین زبان رو داشت. زبان نسبتاً مستقلی است، هرچند مفردات ادبیات فردیدی رو بشه درش پیدا کرد، اما زبان مستقلی است. بقیه نتونستن، بقیه در واقع با همون ادبیات فردید به باز تولید اندیشه های فردید پرداختن. خود دکتر داوری هم در واقع به نظر من باید روش بحث بکنیم، تأملاتیشون رو باید، آثاریشون رو مورد بحث قرار بدیم از جنبه های گوناگون. نمیشه خیلی صریح و قاطع با یک حکم بیان کرد. ایشون رو باید بیشتر فیلسوف سلبی مدرنیته قلمداد کرد، یعنی بیشتر به ما میگه چه کار نکنیم، اما به اینکه ما چه کار باید بکنیم پاسخ نمیده. خود اینکه پاسخ نمیده رو میتوان به عنوان یک نقطه ضعف تلقی کرد، میتوان به عنوان یک جدیت تلقی کرد که پرسش به سهولت نمیتواند ساده شود تا بتونیم پاسخهای بسیار صریح و قاطع به مسئله بدیم. باید اینها رو مورد بحث قرار بدیم. بعد نسل جدیدی در حوزه هایدگر شناسی شکل میگیره، نسل جدیدی شکل میگیره. این نسل جدید میکوشه که در واقع به نوع دیگری به هایدگر شناسی بپردازه، که از هایدگر شناسی که شاید بشه گفت هایدگر شناسی کربنی فردیدی فاصله میگیره. چهرهای مثل بابک احمدی در مورد هایدگر کتاب دارن، سیاوش جمادی ترجمه و مقدم در مقدمات معمولا صحبت هایی داشته، و مثلا همکار خودم دکتر محمود خاتمی در مورد هایدگر کتاب دارن، جهان در اندیشه هایدگر. پاره معتقدن که با این نسل گام جدیدی در حوزه هایدگر شناسی برداشته شده. هم میپذیرم تا حدودی، در واقع هایدگر شناسی گذشته به هیچ وجه برای ما متون ارائه نمیدن، هیچ کدوم ترجمه ارائه نمیدن، یا اگر ارائه میدن تو این دهه های اخیر بود، و درسته که اینها سعی میکنن به یک نوع هایدگر آکادمیک نزدیک بشن. در مورد این باید بحث بکنیم، این هایدگر آکادمیک چه ویژگی هایی داره، آیا اینها رو باید به منزله گامی به جلو تلقی بکنیم یا میشه درش انقلد کرد. و من خواهانم علارغم ارزش هایی که قائلم، یعنی به لحاظ هایدگر شناسی ما جلو میریم، اما به لحاظ مسئله ما رو باید روش بحث بکنیم که در مواجهه با مسئله ما این آثار چه میکنن، آیا نسبت به کاری که فردید و چهرهای مثل دکتر داوینا کردن اینها ما رو به گامی جلو میبرن یا نه. و در آخر که فکر نمی کنم فرصت باشه، طرحم قرار است که در ذهن خودم این طرح رو به پایان ببرم، در واقع به فصل مبسوطی به دلایل مخالفت با فردید بپردازم در ایران، که شاید تو همین بحثای خودم هم ذکر کردم دیگه، تو همین مقدار که پیش میریم ذکر میکنم. حالا به نحو خلاصه و شاید تکرار مکررت باشه، متاباز به لحاظ نظم و ساماندهی پژوهش قسم اینه که این کار رو بکنم، و باز یک فصلی بپردازم به دلایل مخالفت با تفکر هایدگر در ایران. حتی قبل از این دو فصل یک بخش دیگری هم من خواهم داشت، در واقع نقد تألیفات ایرانی‌ها در مورد هایدگر، در واقع به نقد ترجمه‌ای که در هایدگر شده، ترجمه‌ای که از هایدگر و درباره هایدگر، و مقالات و رساله‌ها و کتاب‌هایی که ما ایرانی‌ها در مورد هایدگر
نوشتیم و در واقع یک جوری شاید خیلی ها رو با خودم بده کنم، یعنی اکثر رساله‌های دانشگاهی که در این حوزه نوشته شده رو من شدیداً منتقد هستم، شدیداً منتقد هستم. بعد همون دو فصلی که گفتم دلایل مخالفت با فردی چیست، بعد ما در مورد این دلایل بحث میکنیم و دلایل مخالفت با هایدگر در ایران چیه، در مورد این دلایل بحث میکنیم. یعنی قرار است که این پروژه بحث بکنه، حالا اینکه تو این کلاس میشه یا نه بعید میدونم. و در آخر مختصات تفکر هایدگر در ایران، که تفکر هایدگر در ایران چه ویژگی هایی داره، چه دستمایه هایی میتونه در اختیار ما قرار بده برای حل معضل فکری و بحران کنونیمون، و آینده این تفکر در ایران چگونه میتونه باشه و چه پاسیبیلیتی هایی رو، چه امکاناتی رو در دل خودش داره. این کل پروژه هایدگر در ایرانه که من رو چند سالی درگیر کرده. فکر میکنم امیدوار بودم تو این تابستون تموم بکنم، منتها باز فعالیت های روزمره رو اینها دائما آدم رو از کار باز میداره. نمیدونم امهاتش انجام شده، یعنی صورتبندیش در ذهن خودم روشنه، فقط قلم زدن و به اصطلاح یک نوع نظم و ترتیب بهش دادنش هنوز صورت نگرفته. این کاریست که قراره به اصطلاح تو این کلاس هم گزارشش داده بشه، و خوشحال خواهم بود در دیالوگ با شما نقطه ضعفات رو قبل از اینکه حالا این پروژه به پایان برسه و قصد چاپش باشه، امیدوارم به کمک شما، سوالاتی که شما میکنید، نقاطی رو که شما روش روشنایی میافکنید و ذهن من مقبول بوده، بتونم یه مقداری به اصطلاح مایه های علمی این پژوهش رو غنی تر کنم. باز هم تکرار میکنم، امیدوارم کلاس های این چنینی و به کمک شما ما یک معضل اساسی جامعه خودمون رو به چالش بگیریم و اون تفکر ستیزیه، و امیدوارم به کمک کلاس های این چنینی و به کمک دوستان عزیزانی مثل شما ما بتوانیم در واقع در این جامعه گیج و گم، در این جامعه خسته، در این جامعه بسیار بیچارچوب که همه چیز به نظر میاد که در یک وضعیت کیاتیک به سر میبره، اهمیت تفکر فلسفی رو خارج از جار و جنجال ها نشون بدیم و در پرتو تفکر فلسفی بتونیم راهمون رو پیدا کنیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و من هم پرحرفی کردم پوزش میخوام. بفرمایید. ببینید آدم وقتی پژوهش میکنه، آدم زنده کلن، آدم زنده وقتی حرکت میکنه فکر میکنه ایستا نیست، به خصوص کسی که دغدغش فهمه، در طی عمر دائما تغییر پیدا میکنه. این تغییرات تغییرات هرمونوتیکی است. چند تا اتفاق میفته، یه اتفاقش اینه که گاهی وقتا شما چیزایی رو میگید و به مرور زمان بیشتر براتون وجدان میشه. خود این عمق مسئله که بفهمید. یک زمانی شما میگفتید غرب و امروز میگید غرب، یک زمانی میگفتید مدرنیته، امروز میگید مدرنیته. آنچه که امروز از مدرنیته میفهمید چیزی غیر از اون چیزی که 10 سال پیش از مدرنیته میفهمیدید. یه مقدار مسائل صورتبندی پیدا میکنه، شکل بیان دیگری پیدا میکنه که میتونید فرمالایز بکنید، به مسئله نزدیک بشید، روشن‌تر بیاندیشید. خود این روشن اندیشی یک گامه. ببینید اون زمان قاعدتا شما وقتی پروژه رو شروع میکنید و با یه پرسش مواجه میشید، قاعدتا یه سری مفروضات دارید، اجتناب ناپذیره.
اگر از من صادقانه بپرسید آیا مفروضات شما تغییر کردی یا نه، جوابم هم عادی هم نه. اگر صادقانه بگم، ببینید جهت فکری من تغییر نکرد، جهتش تغییر نکرد، اما تو همین جهت که حرکت کردم خیلی جاها، مثلا کشف کربن در قصه هایدگر در ایران برای من کشف تازه‌ای بود. قبل از اون من هم مثل اکثر کسها فکر میکردم این قصه رو باید اصالتاً از تردید شروع کرد. کشف کربن دستاورد بزرگی بود تو این قصه برای من، و من فکر میکنم طرح مسئله حوزه فردی شناسی در کشور رو به شدت تحت تاثیر قرار بده، چیزی که در جامعه ما وجود نداشت. البته یه درم عصبانی خواهد کرد، یه در عصبانی خواهد کرد، به عکس العمل باز خواهد داشت. نکته دیگه این که من تونستم به دیالوگی بین کربن و هایدگر بپردازم. این دیالوگ دیالوگ تاریخی نیست، یعنی کربن و دیالوگ هایدگر یه جانب با هم دیالوگ میکنن. این دیالوگ دستاورد بزرگی است، دستاورد بزرگی است برای یک دانشجو و پژوهشگر فلسفه که متفکری مثل کربن بتونه با هایدگر دیالوگ بکنه. من امیدوارم دیالوگ رو در این کلاس نشون بدم. اگر بتونم این دیالوگ رو نشون بدم، هم خطوطی از اندیشه خودم رو تونستم بیان بکنم، هم تونستم نشون بدم صعوبت پرسش رو و اینکه چگونه حتی متفکری مثل کربن که ما ایرانی ها بسیار 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 بهش مدیونیم و ما ایرانی ها بسیار بسیار باهاش فاصله داریم، هنوز ما از کربن سال 1320 بسیار فاصله داریم. بعد از گذشت 60 سال هنوز ما کربن رو نفهمیدیم، هنوز از آرزوها و طرح‌های کربن بسیار فاصله داریم. کربن به ما آموخت که ما ایرانیت رو چگونه بفهمیم، و هنوز جامعه روشنفکری ما و جامعه دانشگاهی ما از کربن بسیار دوره. کربن آدمی که من باید این قصه زندگی کربنم جلوی چشم شما بیارم که ما با یک رویداد عجیبی است کربن، اینو باید من نشون بدم. زندگی کربن به یک افسانه شبیه، اصلا یک زندگی عادی نیست. توفیق عجیب باش یار بوده، این آدم توفیق عجیبی داشته، نشون خواهم داد اگر خدا بخواد. و دیالوگ بین هایدگر و کربن برای من بسیار سرنوشت ساز بود، بسیار سرنوشت ساز بود. و فهم این دیالوگ فکر میکنم برای آینده تفکر ما میتونه سرنوشت ساز باشه. یه جاهایی من از زمان دانشجوییم یه احساساتی داشتم. شما گاهی وقتا با یک شخصیت برخورد میکنید، با یک آدم معمولی احساس دوگانه دارید، دوستش دارید، و یه جاهایی یک شخصیتش مثل یک میزی میمونه که یه جایی تیزیایی دارین، تیزیای دست شما رو میبره، خراش میده، اذیتتون میکنه. گاهی وقتا دوستان ما اینطوری هستند دیگه، بسیار دوستشون داریم، دوست نزدیکمونم، اما یه چیزایی است که شما رو اذیت میکنه. اینکه کشف بکنید این چیه که این شخصیت، خب من فردیت رو درش چیزی دیدم که در جاهای دیگه ندیدم، در داوری چیزی دیدم که در جاهای دیگه ندیدم، اما در این حال یه چیزایی در این بزرگان من رو اذیت میکرد. خود کشف این و اینو من بتونم صورت بندی بکنم و اینکه بتونم زبان خاصی براش پیدا بکنم، همه اینا در واقع حاصل همین پروژه است. به حال به قول پوپر هیچ کتابی تمومی نداره، هیچ کتابی کتاب آخر نیست، شما یعنی همواره این کتاب ناتمامه. به حال شاید حالا 10 سال دیگه من بازم به آنچه که دستاوردهای خودم توی این پروژه بوده نگاه انتقادی داشته باشم، ولی به هر حال فکر میکنم که دنبال کردن این قصه، خوندن این پژوهش و حضور در این کلاس، فکر نمی کنم حالا دیگه کمتر از دیدن سریال های بعضی از تلویزیونی باشه یا بازی فوتبال جام جهانی، میتونه یه مقداری کمک کننده باشه. بفرمایید. ببینید ب...
ببینید حقیقت نهایی، حقیقت اصطلاحی، یعنی حقیقت اساسا خود یک امر اصطلاحی است. حقیقت یک امر اصطلاحی است، امر اصطلاحی به این معنی که این امر تجربی نیست، هیچ مصداقی براش نمیتونید پیدا کنید، گرچه هر چیزی با او نسبتی داره. حقیقت آن امر انکار ناپذیر و تعلیق ناپذیره، یعنی ما همواره در چنبره امر استعلایی قرار داریم. امر استعلایی آن چیزی که ما همواره در چنبرش قرار داریم، مثل زبان، مثل تاریخ، مثل وجود. حقیقت هم یه همچیزیست، ما همواره در چنبره حقیقت، ما همواره در افق حقیقتیم بیان که بتونیم انکارش کنیم. حتی اون موقع که انکارش میکنیم نیست، باز در افق حقیقت قرار داریم. یعنی کسی میگه حقیقت وجود نداره، خود این رو به نام حقیقت، یعنی حقیقت رو تنها به نام حقیقت و با نام حقیقت و در پرتو حقیقت میشه حقیقت رو انکار کرد و این امر خود متناقضه. حقیقت یک امر لابشرط و یک امر نامشروطه، یک نقطه مطلق و نهایی است که به هیچ وجه تعلیق پذیر، تردید پذیر نیستش. به این معنی درسته؟ نه، ببینید این که سنگ محک چیه، این باز خود بحثی از چنبره حقیقت، این که با کدام این سنگ محک میخوایم، آیا سنگ محک واحد وجود داره یا هر جا سنگ محک خاص خودش رو داره. مثلا در ریاضیات همون سنگ محکی رو داریم که در حوزه اخلاق، این که حقیقت با روش و به تعبیر دیگه با معیار چه نسبتی داره، خود این هم یک بحثه. تفکر مدرن بر روی روش تکیه میکنه و میگه روش آگاهی، بدون روش آگاهی، یعنی بدون اینکه ما چه روشی به حقیقت میرسیم و با چه روشی میتونیم درستی اون رو چی بفهمیم، حقیقت معنا نداره. و برخی مثل گادامر نسبت حقیقت و روش رو زیر سوال میبرن. عنوان کتاب او هست تروتن متد، روش و حقیقت، و شاید تعبیر درستش اینه، عنوان کتاب اینه، روش و حقیقت، یعنی یه علامت سوال داره، یعنی یک به اصطلاح استفهام انکاریست. به هر حال مرادم از حقیقت اصطلاحی این است که حقیقت وجود داره، حقیقت تو جیب هیچ کس نیست. شما با حقیقت، اندیشه های شما با حقیقت میتواند نسبتی داشته باشد، اما شما حقیقت نیستید، هیچ کس حقیقت نیست، همه ما در چنبره حقیقتی. خانم شما بفرمید. منابع رو ببینید، یه مقداری از بحثایی که ما در اینجا میکنیم در واقع من سعی کردم داکیومنتالایز بکنم، یعنی مدرک ارائه بدم. سنخ بحثا اگر بگم کدوم منبع رو بخونید، این بحثا به همین شکلی که ما دنبال میکنیم وجود داره. ببینید برای جلسه بعد اگه خواستید بخونید، نمیدونم، میتونید حوصله‌اش رو دارید برید تو کتابخونه ها مثلا ببینید فردید در سال 1319 مثلا یه مقاله در مورد تعلیم تربیت نوشته یا نه. من حالا اینجا در خدمتتون هستم، فکر میکنم خیلی هم نه وقتشو دارید نه. من مجموع مقالات فردید وجود داره، حدود 17-18 تا مقاله است. بله، نه، این مقالات مال دوران جوانی فردیده، یعنی هنوز فردید نشده. ترجمه میکرد، بیشتر به نظر ما تکلیف اداری بوده. یه حرفای اونجا میبینی وحشت میکنید، فردیدی که شیفته غربه، فردیدی که میخواد از الگوگیری از جان دیویی مثلا نظام آموزش پرورش کشور مثلا درست شد. مال دوران جوانی فردیده، هنوز بارقه ای که فردید رو فردید میکنه شکل نگرفته. از فردید سه تا نقل قول هست. یک از مهمترین و قشنگترین نقل قول ها، حالا من این رو تو بحث منابع فردید خواهم گفت، کتاب عباس معارف، حکمت انسی و تفکر معنوی. عباس معارف در واقع اونجا میگه که معارف نوشته اما حرفای فردیده. البته ما اینجا با اون مشکل مواجه هستیم که چه میزان اندیشه های فردیده و چند مقدار اندیشه های معارف.
آقای دیباج، موسی دیباج کتابی داره تحت عنوان مفردات فردیدی یا تقریر اندیشه های سید احمد فردید. درس گفتارهاست، غلط زیاد داره، جملات پراکنده است، بهانه برای عصبانیت بسیار در اختیار شما قرار میده. باید اهل فلسفه باشید، دنبال بصیرت های بنیادین باشید. این کتاب ها بسیار میتونه کمک بکنه، بصیرت های بنیادین، حالا ادبیات فردید، حملش، زبان بدش. مرحوم مددپور هم کتابی داره تحت عنوان فتوحات آخر زمان، عنوان فریشی بود، فتوحات فرهی یا دیدار فرهی یا فتوحات آخر زمان. این هم باز همون کاری که آقای دیباج کرده. موفق ترین آثار برای فهم فردید، خب مقالاتی وجود داره، مصاحبه مثلا با علیرضا میبودی داشت در روزنامه کیهان، شما میتونید مقالاتی رو در بعد پاری از مقالاتش، به خصوص صحبت هایی که در برنامه آن سوی زمان در زمان سال 54-55 داشت. آثار دکتر داوری به نظر من مناسب ترین آثار برای فهم فردیده. اگر نگم همه، اکثر قریب به اتفاق بصیرت های بنیادین فردید در دکتر داوری تکرار میشه، اون تا با زبان متین تری. آقای مهرزاد بروجردی یک کتابی داره در مورد روشنفکران ایرانی و مدرنیته، بخش هایش به فردید اشاره داره. آقای منصور یا محمد منصور هاشمی کتابی، دو تا کتاب در مورد فردید داره، یکی در مورد هویت اندیشان و دین اندیشانه، اگر اشتباه نکرده باشم، حافظم به شدت ضعیف شده، ایشون در اون کتاب در واقع فردید رو جزو هویت اندیشان میاره و یک کتاب دیگه ایشون داره. آقای یک کتاب دیگه مشخصا در مورد فردیده، اگر اشتباه نکرده باشم، کامپیوترم خاموش کردم. اگر جلال احمد رو میتونید بخونید، جلال رو بخونید، قرض زدگیش رو، خدمت خیانت روشنفکرانش رو، خسی در میقاتش رو، یادداشت ادبیش رو بگذارید فرصت دیگه. آثار آقای آشوری رو میتونید بخونید، آثار دکتر داوری رو، آثار آقای شایگان رو، آثار آقای آشوری رو، آثار دکتر شریعتی رو، حملاتی که در مطبوعات شده، مثل حملاتی که دکتر سروش فرزند در بعضی از نوشته هاشون به فردید کردن، و اینها در واقع منابعی است که برای من نقش جانبی داشته. یعنی من دارم کار خودم رو میکنم، حالا از البته از همه اینا هم استفاده کردم، منتها نوع صورتبندی که توی این پژوهش من سعی کردم مسئله ارائه بدم تا حدود زیادی متفاوته. اکثر بحثایی که تو این کتابایی که نام بردم صورت گرفته، معمولا بحثا، اولا کتابی که در مورد مرحوم فردید است فقط نقل قوله و دانشوی ناآشنا با این مباحث، جمع جور کردن آثار پراکنده فردید براش مشکل خواهد بود. کتاب البته معارف تا حدود زیادی به اصطلاح جمع جور کرده، من هم از اون نحوه جمع جور کردن مرحوم فردید که به اصطلاح مبانی اندیشه فردید رو یکی حکمت انسی میدونه، یعنی عرفان ایرانی اسلامی، و یکی اتیمولوژی میدونه، و یکی هم اندیشه های مارتین هایدگر. در واقع اینها کلیاتش پذیرفته شده است. حالا دیگه با بحثای که صورت میگیره، آقای دکتر مسعود پدرام کتابی داره تحت عنوان مدرنیته و
روشنفکران ایرانی، روشنفکران دینی و مدرنیته. رساله دکترایشون بود در دانشگاه جنیو، در اونجا به نحو مبسوط در مورد دکتر داوری، یعنی دکتر سروش، دکتر داوری و دکتر شریعتی رو با هم مقایسه کردن به عنوان سه تیپ مواجهه با مدرنیته. حتی نگاه نقادانه من دارم به این کتاب. نمیدونم، فکر میکنم مطالب خیلی بیشتر از این هاست. تو اینترنت اینا برید، مثلا فرض کنید آقای عطا هودشتیان سخنرانی‌هایی هست در مورد مثلا شایگان، در مورد جلال، میتونید اینها رو رجوع بکنید. در مورد جلال احمد مثلا، در مورد شریعتی شایگان، هر کدوم مثلا تو اینترنت اینا برید مطالب خیلی زیادی رو پیدا میکنید که میتونید. به نظر من بهترینش خود آثار خود ایشونه، آثار خود. حالا با مشخصا در اینجا به هایدگر شناسی به معنای خاص کلمه نمیپردازیم، گرچه دائما در هلوش هایدگر حرکت میکنیم. در مورد هایدگر حقیقتا یک موزلی تو ایران داریم، یک موزل تو ایران داریم که خیلی از ترجمه ها نامفهومه. یعنی ترجمه خودش یک از عوامل به اصطلاح گریز و بیمهری نسبت به هایدگر شده. کتاب آقای بابک احمدی میتونه، دو تا کتاب داره، تاریخ هستی و پرسش بنیادین، دو جلده، برای مطالعه هایدگر خوبه. آقای محمود خاتمی کتاب داره تحت عنوان جهان در اندیشه هایدگر، این کتاب خوبه. با پوزش کتابی من ترجمه کردم از والتر بیمل، هایدگر شناس آلمانی، تحت عنوان بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر، که گزارش 8 کتابه، یعنی گزارش 8 از کتاب های هایدگر، کتاب وجود زمان، کتاب درباره ذات حقیقت، کتاب پرسش از تکنولوژی، مقاله پرسش از تکنولوژی، سرآغاز اثر هنری، کتاب ها رو توضیح داده. یک کتابی باز من ترجمه کردم از پاتریشیا جانسون، انتشارات علم چاپ کرده تحت عنوان هایدگر. اینا سلیس و روانه، لاغل یقه منو به چسبید، میتونم بگم من اینطوری میفهمم. سروش، انتشارات سروش. بله، یعنی ببینید این همه یکی از بحثا در حوزه هایدگر شناسیه. هایدگر یه جمله ای داره در واقع، این که تفکر ترجمه ناپذیره، هیچ تفکری رو به هیچ تفکر دیگه نمیتونید ترجمه کنید. شما نمیتوانید عقلانیت مسیح رو به عقلانیت ارسطویی ترجمه کنید. اگر عقلانیت مسیح رو به عقلانیت ارسطویی ترجمه کنید، عقلانیت مسیح میمیره. از این جمله نباید نتیجه گرفت که تفکر از زبانی به زبان دیگه ترجمه ناپذیره. البته شعر ترجمه ناپذیره. در این جهات یک کمی قلوب شده به نظر من. از بارها شده من در خارج از کشور یه آلمانی دیدم، پرسیدم شما هایدگر رو میشناسی؟ گفتن هو، کی؟ قرار نیست هر کی آلمانی میدونه کانت بفهمه، هگل بفهمه. شاید من ایرانی که آلمانی بلد نیستم هایدگر رو خیلی از بهتر از همشهریای هایدگر که در مسکریچ زندگی میکنن بفهمم. من آلمانی نخوندم، آلمانی نمیدونم. به نظر من این که تو کشور ما یه عده آلمانی رفتن خوندن، همچین گلی به سر هایدگر شناسی ایران نزدن. این که بگیم اونهایی که هایدگر خوندن چیزی فهمیدن که مثلا اونهایی که از طریق انگلیسی خوندن، ببینید برای فهم تفکر تیه طریق میخواد. به این معنی شما نمیتونید با دیکشنری پیدارشناسی روح رو ترجمه بکنید، شما نمیتوانید با دیکشنری در باب یقین ویتگنشتاین ترجمه بکنید.
برای فهم یک متفکر باید با متفکر گام به گام پیش برید. تو جامعه ما امکان نداره مترجم میخواد 10% 12% بگیره، زندگی ماهی 2 میلیون خرج داره، حالا شما میخواید با حق و ترجمه یک کتابی که مثلا نهایتا میشه 600,000 تومان. من کتاب والتر ویمل 4 سال طول کشید ترجمه کردم، کتاب کانت اند پرابلم متافیزیکس رو 6 بار ترجمه کردم، 4 بارش پاره کردم، بیش از 4 سال. اینها ذوق شخصی است، سوبسید نمیدن، کسی اسپانسر نیست. اما دانشی فلسفه اگر میخواد یک متفکر رو بفهمه، که اگر یک متفکر بزرگ رو خوب بفهمه، اون متفکر کمک میکنه که کل تاریخ فلسفه رو تا حدودی خوب بفهمه، باید تاریخ کنید، یعنی باید با هگل زیست کنید. اینکه حتما آلمانی بدونید به نظر من یکم پوزه. آره اگر من در غرب بودم برای هایدگر شناسی حتما باید آلمانی بدونم. حالا من میگم هایدگر آلمانی نمیدونم، یه مقداری بحثای فیلولوژیکه دیگه، یعنی به نظر من یکم عدو اطفاریست که ما، البته اگر شما یونانی بدونید بهتر، یونانی میدونید مثلا افلاطون میدونید، اما چنین نیست که اگه شما لاتین بدونید خوب فلسفه قرون وسطا رو بفهمید. شاید منی که لاتین نمیدونم مثلا در فلسفه قرون وسطا بصیرت هایی رو برای جامعه خودم بربرقان بیارم، کسی که لاتین میدونه از قرون وسطا متوجه هستید چی میخوام بگم. یعنی یک موقع بحث های ما یه مقدار تفکر یک مسئله است و فضل یک مسئله دیگه است. چنین نیست هر که عربی میدونه قرآن رو خوب میفهمه، چنین نیست هر که ادبیات فارسی خونده حافظ رو خوب میفهمه. خیلی از اساتید ادبیات ما اصلا با حافظ نمیتونن ارتباط برقرار کنن. شاید شما دانشجوی فلسفه بهتر بتونید مثلا با حافظ ارتباط برقرار کنید، حالا هرچند ممکنه معنی یک دو تا بیت هم نفهمید، یک دو تا کلمه قدیمی کهن فارسی هم ندونید. تو جامعه ما متأسفانه یک از دلایل انحطاط که گاهی وقتا ما تفکر نداریم، حالا با ادواتوارای زبان شناسانه مثلا میخوایم جا اینو تو بعضی از آثار من میتونم نشون بدم، طرف با کلمات هی بازی میکنه، میخواد تش چیزی واسه مسئله من و درد کنونی من بیرون نمیاد، بیان که بخوایم ارزش اطلاعات علمی رو هم استهزا کنیم. نه، دعوت به لومپنیسم علمی نمی کنیم، ولی تفکر یه چیز درد، یه چیز مسئله، یه چیز بصیرت های بنیادین یک متفکر، یه چیزه. حالا گاهی وقتا ممکنه یک جمله یا مدام شما آلمانی بدونید بهتر بفهمید. ما اینجا نمک میخوریم یا خیلی داریم اینجا در ببینید حقیقتش اینه که من تو زندگی معنویم رو با دکتر شریعتی شروع کردم و بعد افتخار شاگردی دکتر سروش رو داشتم و سالها شاگردیشون بودم و کماکان هستم، کماکان خودم رو شاگردیشون میدونم و خود ایشون اطلاع داره که من چقدر به ایشون عشق میبرزم و چقدر دوستشون دارم. همچنین شریعتی تو تار و پود روح و احساس من وجود داره. حتی بعضی هم میگن تو تون صدا، تو حرف زدن، تو هیجان، تو خلجان، تو امپرسیونیسم صحبتات، این همه تحت تاثیر شریعتیه. با تمام عشق و علاقه ای که من به این دو بزرگ دارم، اما در این مورد هیچ کدومشون رو نمیبخشم که با تفکر فلسفی سر ناسازگاری نشون دادن. یعنی دکتر شریعتی با اون جمله مشهور فلاسفه پروفیسای تاریخن و دکتر سروش با حمله به تفکر فلسفی از یک نوع موزه تحلیلی پوزیتیویستی. ببینید من گفتم اگر شما بخواید با آثار پراکنده فردی برخورد بکنید
دلایل بیشماری دارید که از دست این مرد عصبانی بشید، از دست این مرد خشمگین باشید، و حتی دلایلی که استهزاش بکنید و حتی روان پریش خطابش بکنید. خب چه اتفاقی میفته بعدش؟ چه اتفاقی میفته؟ من اعتقادم اینه که ما اگه تعبیر جهان سومی رو به کار ببرم، نمیدونم چقدر درسته یا نه، ما جهان سومی ها دوتا مشکل داریم. یکی کمبود منابع است و دومی که بلد نیستیم من منابعمون استفاده کنیم. اینه که دوستان من به من میگفت، ایشون متخصص مواد غذایی بود، میگفت یه بار رفتم آفریقا، فرودگاه که پیاده شدم دیدم یه آفریقایی در آفریقای شرقی که سبزیجات پیدا نمیشه پیرموس روشن کرده و تو مایتابای سبزی رو داره میسوزونه. میگفت من متوجه شدم ما دو تا مشکل داریم، یکی که مواد غذایی نداریم، دومی که مواد غذایی رو بلد نیستیم استفاده کنیم. حالا میخوام بگم ببینید، فردید، داوری، سروش، شریعتی، اینا سرمایه های ما هستن دیگه، چیز دیگه هم داریم. حالا بیایم تک تک اینها رو از میدان بدر بکنیم، ببینیم برامون چی میمونه. میشه یه نوع خمریسم، یک نوع پوپولیسم. همین الانش با یک کبیر مواجهیم، با یک برهوت فکری و فرهنگی مواجهیم. حالا بیاین، من معتقد نیستم عبدالکریمی چیزیه. عبدالکریمی هیچ چیز نیست، هیچ چیز. اما چند تا مثل عبدالکریمی تو این مملکت پیدا میشه. اگه قرار بشه بگید این کلش کچله، اون گامبوه، اون نمیدونم، ما همه رو به نظر من نوع دیگری میتونیم برخورد بکنیم. ما میتونیم همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. غرب، خیلی عذر میخوام، این رو در یک مقاله نوشتم، حذفش کردن، گفتن زشته. من دیدم گاه هالیوود زندگی یک فاحشه رو ساخته، یک فاحشه رو تا مقام یک قهرمان اومانیسم بالا برده. یک فاحشه که در دربارها بود، حالا همیشه به همه تن میداد، یک بار به امپراتور گفت نه، این میشه قهرمان. ما اینجا متفکران خودم رو به روانپریش و دیوانه هم تقلیل میدیم. این شیوه درست نیست. اگر این چماق، اگر این چماق رو ما بلند کنیم، فقط به سر فردید فرو نمیاد، به سر همه فرود میاد. من فکر میکنم ادب حکم میکنه که ما حرمت رو داشته باشیم. فردید اهل نظر بود، صاحب نظر بود. اون چی که من میخوام ازش دفاع بکنم فردید نیست، اون چی که من ازش میخوام دفاع بکنم هایدگر نیست. تو بعد سخنرانی هم گفتم مرگ بر فردید، مرگ بر هایدگر. اگه مشکل حل بگید، ما قسم حضرت عباس نخوردیم، سند محصری هم نبستیم، نه، اما باید با متفکران مهرورزانه برخورد کرد، با همه، نه فقط الان فردید، با خود سروش هم باید مهرورزانه برخورد کرد. مگه ایشون کم دچار بیمهری شده؟ با موازه بیمهری باهاش برخورد شده. با متفکران و اهل نظر باید مهرورزانه برخورد کرد. اگر شما بخواهید، ببینید شما یک دغدغه‌ای دارید، شما میخواید بگید عبدالکریمی بی سواده، خیلی خوب، عبدالکریمی حرف واسه گفتن نداره، خیلی خوب، عبدالکریمی باز تولید دیگرانه، خیلی خوب. حالا اینا رو گفتی and so بعدشی. اما شاید تو این کلاس کمک بکنه یه چیزایی هم ما یاد بگیریم. شما با فردید میتوانید بهانه های خوبی برای حمله به ایشون پیدا کنید و ایشون به سهولت این بهانه ها رو در اختیار شما قرار میده. اما اگر این کار رو بکنید، به نظر من گوهرهای بسیار بسیار نابی رو هم شما قربانی کردید، گوهرهای بسیار نابی رو قربانی کردید. اگر من باشم، همه اون بدزبانی ها، همه اون درشناک بودن و همه اون نقطه ضعف های بشری رو خواهم دید، به اندازه خودشم ارزش قائل خواهم شد. نمیگم نادیده بگیرید، اما ارزش‌های بزرگ یک اندیشمندم در واقع
نادیده نگیریم. اگر ما با متفکران مهرورزانه برخورد نکنیم، با تفکر مهرورزانه برخورد نکردیم و اگر تفکر رو از دست بدیم، بدا به حال ملتی که با تفکر میانه خوشی نداره. اگر متفکران نتوانن حرف بزنن و اگر ما گوش به ندای متفکران نسپاریم، بعدن جار و جنجال ژورنالیست ها، فرصت طلب ها، احمق ها، الدنگ ها، بی سواد ها، لومپن ها جامعه رو پر میکنه. ما به عنوان یک روشنفکر، ما به عنوان یک استاد، ما به عنوان یک متفکر اجازه ندیم که ندای تفکر و ندای اندیشمندان خفه بشه. بعدن صدای من رو کی میشنوه؟ 15 نفر کلن اومدن پای کلاس من. مطمئنن اگر علی دایی الان اینجا بود یا فلان هنرپیشه سینمایی بود، سرنوشت چیز دیگری خواهد. حالا شما هم میخواید این عبدالکریمی که حالا هیچ صدایی هم نداره، اینم شما هم میخواید حمله کنید بهش، این صدا خب لاغاقیزن فردا صدای دیگران پر خواهد شد دیگه. از این نظر من این نوع مواضع رو میخوام در واقع جدن پرهیز بدم و گفتم تیغ به دست زنگی مست تفکر ستیز و تفکر گزیر این جامعه ندیم. به اندازه کافی ما بهانه برای تفکر ستیزی و تفکر گریزی نزده میرخسیم. وای با این که بزرگانی مثل ایشونم در واقع این ساز رو کوک بکنن که ما به نحو دیگری برخورد. در لسان ایشون هایدگری، افلاطونی، هگلی مشرب بودن، اینها تبدیل به یک نوع ناسزا شده. به نظر من باید از این ادبیات دوری کنیم. همونجورا مقابلا دیگه پوپریون نمیدونم اینها هم در واقع تعابیر درستی نیستش. خب دوست دیگه سوال داشتن شما؟ بله حقیقت نه تعبیر حقیقت استعلایی، یعنی حقیقت متعالی تر از همه ماست. استعلایی رو حالا ترانسندنتال رو شما متعالی ترجمه کنید، حقیقت فرات ما همواره درون حقیقتیم بیان که بتونیم تصاحبش کنیم، چیره ناپذیره. حقیقت در واقع حالا اینکه آیا میشه تعریفش کرد یا نه خودش یک بحث بسیار، در واقع همینه، چیزیست که همواره اونجاست، قابل سیطره ما نیست. تا میایم گرسپش کنیم در واقع در جای دیگری خودش رو می نماییم. بحث بسیار طولانی و گسترده است که حقیقت چیست، اما این که به سهولت نمیشه به این پرسش جواب داد. اجازه بدید من بحثا رو داشته باشم، یعنی پاسخ رو آخر بدم، ولی به نظر من مرحوم فردی بصیرت‌های بنیادین هایدگر رو خوب به جامعه ایرانی منتقل کرد. بصیرت‌های بنیادینش رو، فهم هایدگر کار ساده‌ای نبود. بصیرت‌های بنیادین فردید رو هایدگر رو خوب فهمید، در بعضی از مواضع میتونیم بهش منتقد باشیم. شما فهمش کنید که درست فهمید باشه بینه که ما باید مثلا صرف نظر از زندگی و مناسبات سیاسی اجتماعی این افراد، این افراد چون آدم هایی بودن اهل فکر یا کتاب داشتن صحبت کردن تو حوزه فکر و تفکر کار کردن، ولی این افراد همین فکره، یعنی چشمون از بقیه چیزها ببرد. حالا اگر فردی تونستشون بده که میشه قطعه زنجیری مثلا در فردی بوده، تونستشون بده مثلا ادامه خلقالی توی دیشش به فردی بوده، اینا ما میگیم این نشون دادن کاری نداریم، این سند تاریخی رو چشم می‌بندیم، میگیم مگه ما چند تا متفکر داریم؟ ما 10 تا که بیشتر نداریم، پس بذارید این رو هم چشم ببندیم. نه اصلا نمیگم چشم ببندید. ببینید یک فرض بزرگ دارید، یک فرض تو ببینید. حالا من راجع به فردیت مشخصا بحث نکنم. ببینید نگاه کنید، اگر کل تاریخ تفکر بشر رو نگاه بکنید، اگر هر شخصیت بزرگ فرهنگی، دینی و فکری رو مقایسه بررسی بکنیم،
حالا صرف نظر از این باور ما شیعیان که به مفهوم عصمت قائلیم، اما اکثر قریب به اتفاق انسان ها در طول تاریخ در واقع قصوراتی داشتن. شما حرفای مارکس راجع به ما شرقی ها بخونید، اینو یه جایی هم گفتم، هگل فرض کنید یه بچه حرامزاده داشت، دکارت با کلفت خونش هم ارتباط داشت، ویتگنشتاین بهش میگن هموسکشوال بوده. ها ببینید، حالا از این عرصه بیایم، یعنی بیایم حالا این رو به صورت چیز بکنیم. خیلی از فیلسوفا نامه به امپراتور نوشتن، کتابشون رو مثل کانت تقدیم مثلا به پادشاهان کردن. خیلی ها مثل بیکن تو دربار رفت آمد داشتن. ما بین به صورت لایف استایل متفکر با تفکر چه نسبتی میتونیم برقرار بکنیم؟ آیا هیچ ارتباطی نداره؟ به نظر من نه، ارتباط داره. آیا این ارتباط کاملا روشنه؟ به نظر من نه، به نظر من نه. من یک آدمم، خرج دارم، زندگی دارم. فرض کنید من ترسوام، فرض کنید من ترسوام، آدمی هستم که تخ میکنید میترسم، بعد فرض بکنید به خاطر ترسم تن به یک روابط اجتماعی سیاسی میدم، ناشی از ترس و بزدلی منه. آیا همه بحثای امروز من در مورد پروژه هایدگر در ایران رو باید یه خط قرمز روش کشید؟ یا میشه گفت عبدالکرمی بزدل بود، اما این بحثاش تأمل برانگیز. اگر شما اون چماق ارتباط بین لایف استایل و تفکر متفکر رو که به نظر من پروژه بسیار قابل تحقیق است، اصلا میشه یک پروژه تحقیق فلسفی است که بین لایف استایل افراد با زندگی فردی و اندیشه‌شون چه ارتباطی وجود داره، به نظر من این ارتباط خیلی خیلی ظاهر نیست، بحث خیلی قمز و پیچیدگی داره. ببینید، نگاه کنیم، فقط میخوام بگم که فرض بکنیم که اون روابطی که شما میگید وجود داره، فرض بکنیم، چون یک فرض اینه که اون چی که شما میگید قابل چون و چراست. یعنی مثلا تفسیر فاریاس از زندگی هایدگر یگانه تفسیر نیست و ادله بسیار 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 زیادی رو میشه اقامه کرد، ادله بسیار بسیار زیادی رو میشه اقامه کرد که اون تفسیرها تفسیر صادقی نیست. اما من با شما موافقت میکنم یه چنین رابطه سری، اصلا فرض بکنید سندی وجود داره که نشون میده هایدگر به اصطلاح عضو رسمی مثلا، اصلا نه فقط یه عضو، حالا گاهی وقتا ما توی در جامعه زندگی میکنیم این امر رو میفهمیم که گاه انسانها به روابطی تن میدن که خود چیز ندارن. اصلا یه نامه از طرف شما امضا میشه بدون که به شما گفته بشه. مثلا فرض بکنید اصلا نه، هایدگر به نحو رسمی اصلا عضو سازمان های امنیتی بوده، جزء اس اس بوده مثلا، سازمان های بس اطلاعاتی بوده. بحث هایدگر در مورد سوبژکتیویسم رو چیکارش کنیم؟ نقد هایدگر از سوبژکتیویسم دکارتی رو به خاطر هم بذاریم کنار. ببینید من چی میخوام بگم. به نظر من دو جور میشه با مسئله برخورد کرد، دو جور میشه با مسئله برخورد کرد. یکی اینکه شما بیاید بگید که هایدگر با حزب نازی همکاری کرده و این نشون میده که تفکر هایدگر به اونجا منتهی میشه. به نظر من اگر این کارو بکنید همه تاریخ بشر رو باید انکار کنیم. پیامبر خود ما حرفاش نهایتاً به حکومت بنی امیه و بنی عباس منجر شد. مسیح نهایتاً به کلیسا و اون ببین، یعنی میخوام بگم همه چیز رو باید بزنیم اینطوری، میتونیم با نگاه چی نقادان اینطوری بزنیم کنار. به نظر من نه، این ارتباط رو ما به نحو دیگری میتونیم نشون بدیم، میتونیم نشون بدیم. نامه در باب اومانیسم هایدگر رو بذاریم جلومون بخونیم و بگیم نگاه کن این اندیشه نهایتاً به اندیشه و فلسفه سیاسی منجر میشه که بسیار خشنه، بسیار زیانباره.
اون موقع میتونیم روش بحث بکنیم، اون موقع میتونیم روش بحث بکنیم. یعنی بیایم فلسفه سیاسی هایدگر رو بر اساس نحوه نگاه اونتولوژیکش بکشیم کنار. میشه این کرد و شاید چنین باشه، شاید چنین باشه، من نمیدونم، من نمیدونم. بحث یه نقد فلسفی است، یه نقد فلسفی. یعنی به نظر من ببینید دقیقاً، یعنی در واقع درد من اینه، مشکل ما تو جامعهمون اینه که اصلا دیبیت فلسفی شکل نمیگیره. ببین بین نقد و امر مورد انتقاد باید یک نسبتی وجود داشته باشه. متأسفانه در جامعه ما دیبیت فلسفی اصلا شکل نمیگیره. تازه تو غربم ممکنه بگن هایدگر به لحاظ خصلتی آدم بسیار مزخرفی بود، اما به لحاظ اندیشه آدم بزرگی بود. من 2 هفته پیش 12 اردیبهشت سالگرد وفات مرحوم متحری بود، من رفتم تلویزیون در مورد متحری 2 جلسه صحبت کردم. چرا رفتم؟ برخی گفتن اشتباه کردی، برخی حمله کردن. رفتم بنا به دلایل خاص خودم برای اولین و آخرین بار. آخرین بار که میگم نه، ممکن تو شرایطی دیگه برم، فکر کردم میشه حرفی زد. من در این جلسه اعلام کردم که عقلانیت متحری عقلانیت تئولوژیکه، این عقلانیت عقلانیت فلسفی نیست. در این برنامه اعلام کردم که عقلانیت تئولوژیک یعنی عقلانیت فقهی کلامی اصولی نسبتش با عقلانیت فلسفی متافیزیکی مثل نسبت یک لیوان آب با یک اقیانوس. در این برنامه اعلام کردم که عقلانیت متحری یک عقلانیت ماقبل مدرنه. عقلانیت متحری قدرت فهم عقلانیت مدرن رو نداره و این عقلانیت ما قبل مدرن امروز با 2 شکاف تمدنی مواجه شده. شکاف اول با جهان مدرن و شکاف دوم با جهان پسا مدرن. عقلانیت متحری که در واقع عقلانیت حاکم بر جامعه ماست از یک تأخر تاریخی رنج میبره و این تأخر تاریخی مهمتر از مسائل سیاسی ماست. اون چی که ما باش مسئله داریم تأخر تاریخی. از تلویزیون اومدم بیرون، اسمس زدم استاد کچروارت خیلی زیبا بود. استاد چرا رو صندلی نشسته بودی؟ پاهات آویزون بود. چرا شما چند تا کلمه انگلیسی نگفتی تا مثلا شما هم در مواجهه با طرف مقابلتون نشون بدید شما هم سواد دارید، روشو کم بکنید؟ یکی دیگه اسمس، استاد خوب روی طرف مقابل رو کم کردی. یکی دیگه استاد خوب زایه کردی. یکی گفته بود که استاد تو خجالت نکشید در یک چنین شرایط تاریخی رفتی تو صدا و سیما. همکاران فلسفی گفتن که دیدیم تو تلویزیونی، مهمان داشتیم، خاموش کردیم. یکی گفت خواستم دوست داشتم ببینم دکتر، ولی بچه‌م اون کانال یه برنامه دیگه داشت. یکی گفت می‌خواستیم بریم مهمونی، دیدیم ها، ولی خب مهمونی دیر شده بود. یکی دیگه گفت این حرفای گنده گنده چی؟ عقلانیت متافیزیکی، عقلانیت تئولوژیک، تو رو چه به این حرفا قد و قوارت این حرفا نمیخوره. همه چیز بود جز دیبیت فلسفی. همکار فلسفی من هم، استاد دانشگاهشم، روشنفکر ما هم، دانشجوی فلسفه من هم اصلا وارد دیبیت فلسفی نشد. من آبروم رو گذاشتم رفتم توی این برنامه، پول نگرفتم، رفتم که یه دیبیت فلسفی برای جامعه خودم مطرح بکنم. اما پاسخی بود استاد کوچربارت خیلی قشنگ بود. نسبت این حرف با اون بحث چیه؟ این همین جوره. ببینید یک دیبیت فلسفی متاسفانه تو جامعه ما، من نمیگم هایدگر متفکر مطلق است، گروه پدر هایدگر، مگه من قرار از هایدگر دفاع کنم؟ اصلا بحث نیست. بحث هایدگر آقا شخصیت پرستی رو بذاریم کنار، انگار ما دعوت به شخصیت پرستی میکنیم. وقتی من میگم حقیقت استعلایی یعنی حقیقت استعلایی، یعنی هیچ بشری نه، هیچ بشری نه. و
وقتی نگاه آدم به حقیقت خیره میشه همه چی از جلوه میفته. کدوم شخصیتی که نگاه منو به خودش خیره بکنه؟ وقتی چشم آدم به یک امر متعالی باز میشه. اما نوع نگاه برخوردی که هایدگر وجود زمان می‌نویسه، ما رابطه‌شو با هانا آرنت زیر سوال می‌بریم. هایدگر مدرنیته رو یکی از نقادان جدی مدرنیته است. دلوز میگه، فوکو میگه، میگه تفکر آینده بشری در اینه که ما چه موضعی نسبت به هایدگر، ما حسابمون رو باید با هایدگر روشن بکنیم. سرنوشت تفکر آینده بشری در تعیین موضوع نسبت به تفکر هایدگر. بعد ما اینجا از این که آقا آدم پوفیوزی بود، هوسرل مثلا این همش خوبی که آخر سر مثلا باهاش قهر کرد، این که دیبیت فلسفی نیست. من با این مخالفم. سعی کنیم امری که مورد انتقاد قرار میدیم در واقع انتقاداتمون هم در نسبت با اون حرف باشه. اکثر انتقاد اگر نسبتش رو بشه ببینید، باز هم شما دارید بحث تاریخی میکنید، بحث یعنی رو زندگیش میکنید. من میخوام بگم از دل اندیشه هایدگر کتاب سوزون در میاد. این حالا ممکنه مثال میخوام بگم، به من یه پولی بدن من برم آقا کتاب آتیش میزنی، اون اگه اجاره این ماه منو بدید من کتابم آتیش که سهله، خیلی کارهای دیگه هم میکنم. مثال میخوام بگم این ارتباطی به تفکر من نداره. صبح سلام، اگر سوالی نیست دیگه. خود تعبیر رو ببینید، ببینید دو تا بحث ما داریم. یه بحث مفهومی داریم، یه بحث اجتماعی داریم. ببینید ممکنه من بگم امام محمد غزالی، بعد بگه عبدالکریم تو واقعا غزالی رو امام خودت میدونی؟ میگم نه، در طول تاریخ گفته میشود امام محمد غزالی. حالا من تعبیر امام رو به کار میبرم به این معنی است که غزالی امام منه، من به غزالی نقد دارم، تفکر تئولوژیکش رو نقد میزنم. متوجه هستید؟ روشنفکری دینی یه وقت کانسپچوالی داریم بحث میکنیم که آیا مفهوماً سرشتن و ماهیتاً میتواند روشنفکری با دینداری جمع شود یا نه. این یک سواله. اما این سوال جدای از این است که در جامعه ما جریانی وجود داره، نه فقط در جامعه ما، در این قرن اخیر در نسبت با مدرنیته گروهی کوشیدن هم وجوهی از مدرنیته رو بپذیرن، هم وجوهش رو نقد بزنن، هم وجوه سنت رو بپذیرن، هم وجوه رو نقد بزنن. اینها موسوم هستن به روشنفکری دینی. آیا اینا آینده‌ای دارن؟ آیا اینها تونستن به تناقضات جواب بدن؟ تاریخ جواب خواهد داد و من میتونم به عنوان یک کسی که روی مسئله داره فکر میکنه نظر خودم رو بگم. اما بالاخره یه گروه اجتماعی هستن. حالا اینکه چون من معتقدم که به اصطلاح خدا وجود نداره، هیچ موقع لفظ خدا رو به کار نبرم، من معتقدم که امام محمد غزالی اشعریه و من از اشعریت اعتقادی ندارم، هیچ موقع نگم امام محمد غزالی، منی که روشنفکر دینی رو متناقض میدونم، از این تعبیر برای دیالوگ با مخاطبم برای جامعه ام استفاده نکنم. من معمولا گفتم به اصطلاح سو کالد، جریان موسوم به روشنفکری دینی. خب اگر فرمایشی نیست خسته نباشید. جلسه آینده همون ساعت 16 شد. بله بسیار.